مجدد در تهیه و ترتیب کلیپ‌های تجارتی. من احمد شریفی از احمد استودیو در خدمت شما. سلامونه و احترامونه خراغ لاست سپینو خبرو پروگرام تا هیله ده چه جور خوشحال و بریالی وسی. دوستان عزیز عرض سلام و احترام خدمت فرد شما، امیدوار هستم شاد و خوشحال باشین. با عرض سلام های فراوان با همه برنامه سخنی وریان از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان، تلویزیون پیام افغان از طریق ساتلایت هارت برد که قوی ترین است در همه سراسر اروپا، شرق دور، افغانستان، شرق میانه، بدنی افریقا پخش میگردد و همچنان از طریق کیبل های اروپا خصوصا آلمان به خانواده های که تماشاگر تلویزیون هستند پخش میگردد و همچنان از طریق جادو جیلویز و همچنان از طریق راسان مستقیم ستریمینگ از سایت اینترنتی تلویزیون پیام افغان از طرق گوناگون به همه افراد و اشخاص و خانواده های افغان و غیر افغان، کسایی که علاقمند هستند شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان را تماشا بفرمایند رسانیده می شود و انشالله بیننده ما هم فراوان هست و لینای ما معمولا مشغول هستند و افغانای مهربان ما میخواین اظهار نظر بدارن و خوشبختانه آماری را که ما داریم تلویزیون پیام افغان پر بیننده ترین شده و خصوصا وقتی بالای مسائل افغانستان صحبت میشه بیشتر بیننده ها با تلویزیون پیام افغان و نوید هم همی است که مسیجای بسیار خوبی از افراد و اشخاص دانشمند افغانستان خصوصا با دلایل یا از طریق فیسبوک و ایمیل بنده میرسه و تلفنی هم شعباس داریم از دوستای محترم که البته اگه انرژی برای بنده و دیگه کارکنان تلویزیون پیام افغان برای امرار حیات تلویزیون تشویق ترغیب شما دوستا، خصوصا کسایی که عضویت تلویزیون پیام افغان را هر روز انشالله حاصل می دارن و تلفن می زنن ممنون هستیم، اظهار امتنان داریم و اگر خواسته بودید دوستان عزیز برنامه های از طریق شبکه جهانی تلویزیون افغان پیام افغان پخش بدارین، هم در آلمان در استودیو هامبورگ می تانین برنامه هایتان را پخش بدارین و هم از طریق اینترنت میشه با تلویزیون برسه و ما دوباره پخش پروگرام های شما را خواد داشتیم سراسری و فضل خدا تعداد برنامه سازای ما هم افزوده شده میره و دوستای بشماری علاقمند هستند که از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان برنامه های خود پخش بدارن و همچنان از دوستانی که ارسال اعلان های فوتی خود دارن و با حق متوفین دعاهای فراوان از طریق صورت میگیره و با خداوند استدعا داریم تا اینا اونا را خداوند بیاموزه و تسل برای یا تسلیت برای باقی مانده ها گردد. به هر حال از هر طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در خدمت شما افغان ها
قرار دارد. میریم سراغ افغانستان و آنچه در چند ساعت اخیر، یعنی 24 ساعت اخیر در افغانستان با وقوع پیوسته و همچنان اخبار متنوعی بگویم گوناگونی که در چند روز از طریق خبر رسانی ها رسیده با چشم و گوش، انشالله آنچه مهم هست و به درد بخور در حقیقت، یعنی در بالای سرنوشت افغانستان صحبت صورت گرفته یا حوادثی که امیدواری را بار میاره و یا البته جنگ و مصائبی که عید حال مردم افغانستان گردیده، به خورد شما خواد دادیم دوستان عزیز. بالای هر کدام میشه تبصره های شما را داشته باشیم. خبر اول باز هم تقاضای ایالات متحده آمریکا و یک خط یا یک مکتوب از طرف دونالد ترامپ و عمران خان صدر اعظم پاکستان که طالبان را باز به میز مذاکره بکشانند، خبر اول بود. و همچنان خبر بعدی از استولتنبرگ رئیس ناتو، البته اونا اظهار داشتن که بیرون شدن ما از افغانستان خرج از او بیشتر است برای ما یا واقعی از او، و اگر در افغانستان باقی ماندیم کمتر خواهد بود، به این معنا که افغانستان لانی ترور میشه و نمیدانم القاعده و باز اعضای ناتو در یک خطر قرار خواهد گرفت، او را بیان داشتند. همچنان اخباری که یکی از طالبان ملا عبدالرحیم آخوند یا مشهور به ملا منان، اونا در حملات هوایی ناتو یا هواپیمای بی سرنشین اونا جان باختن و تعداد طالبان کشته شدن در ولایت هلمند، و خبری هم از ولایت پکتیا داریم که در اونجا حملات هوایی ناتو بالای قرا و قصبات پکتیایی ها حملور شدن و تعداد کثیر جان باختن، خانه و کاشانیشان ویران گردیده، در دل شب یک فاجعه را بار آورده. و چندین خبر و همچنان آقای جان متیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم اظهار داشت که طالبان باید قانون اساسی را بپذیره و نمیدانم با القاعده مقاطعه کنند، در حالی که القاعده هیچ گلمش جمع شده موجود نیست و افغانستان محل خطر برای ما میتونه باشه. همه از اینا بهانه ها و زیر کاسانی کاساس. دوستان عزیز، اظهارات جان متیس شنیدیم و استولتنبرگ اخبار مهم بوده. یا خبر جالب، پسر نصیر شمساب، پسر نصیر شمساب که البته والدی از اونا بعدن با آقای رحیم وردگ وزیر دفاع سابق افغانستان ازدواج کرده بودن، یعنی بچندر اونا میتونه گفته شو، تمیم وردگ که زیر عنوان آقای وردگ با پیش میرن، در نیوجرسی بود یا در کدام ستیت امریکا قبل از اشغال افغانستان در کار و مشغلی موتر فروشی مشغول بودن، زندگی بخور نمیری داشتن. بعد از اشغال و پولهای سرسام‌آور کشورهای ممالک ناتو خصوصا ایالات متحده امریکا با افغانستان، اونا صاحب بیش از چند میگه بیلیون دلار گردیده زیر عنوان آقای رحیم وردگ به حیث پدر. آقای تمیم وردگ صاحب پول فراوان گردیدن و در منطقه شهر نو اقامت و بود و باش داشتن و بالاخره و کدام خانه را میخواستن پلیس و نیروی امنیتی افغانستان تخلیه کنن، امر دادگاه را آورده بودن با خود. در اینجا مقاومت صورت میگیره. دوست ما که امروز صبح با ما تلفنی صحبت میداشتیم، اونا گفتن همه شهر نو با یک محل جنگ مبدل گردیده، دوکان ها و مغازه ها مسدود هست و مقاومت می داره آقای تمیم وردگ در برابر پلیس و نیروی امنیتی، و یک پلیس کشته شده و چند تن، 7 تن پلیس زخم برداشته و یک خبرنگار هم زخمی گردیده. و 8-9 ساعت است که جنگ میان تمیم وردگ پسر آقای نصیر شنساب و نیروی اردوی افغانستان
امنیتی افغانستان البته دوام داره. شما میدانید دوستان عزیز که در اینجا نه القاعده است و نه طالب است، جنگ میان حکومت افغانستان در حقیقت و کسایی که توسط اشغال یا پولهای بیرون فربی گردیدن و به حساب خود از اونا نیرومند هستن و از خود پاسبانان دارن و البته قوای امنیتی خود از اونا تشکیل شده و در برابر حکومت می جنگن. 7 نفر پلیس زخمی و 1 نفر کشته و 1 خبرنگار هم زخم برداشته و جنگ در حدود 8 سال 8 ساعت در درون کابل در منطقه شهرینو در حال جریان سمال. وقتی صحبت می داریم دوستان عزیز، خبررسانی ها مستقیما راپور می دهد جنگای کابل و همه در فرار هستند. به هر حال تقریبا ام گلگل اخبار تشریح کردیم خدمت شما. میریم یکی یک با استناد طلوع خبر اول توجه داریم. پاکستان میگوید که امریکا از اسلام آباد خواسته تا در روند صلح افغانستان همکاری کند. وزیر اطلاعات پاکستان میگوید که رئیس جمهور ترامپ در نامه از عمران خان نخست وزیر پاکستان خواسته تا طالبان را بر میز گفتگوهای صلح بکشاند. در همین حال زلمه خلیلزاد سومین سفرش را به پاکستان، افغانستان و شمار از کشورهای دیگر از بهره زمینه سازی برای گفتگوهای صلح با طالبان آغاز کرده. همزمان با این عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه میگوید که برای آغاز گفتگوها با طالبان نباید قید و شرط گذاشته شود و آوردن تغییر در قانون اساسی افغانستان تنها با برگزاری لوی جرگه قانون اساسی ممکن است. مسعود انصار گزارش میدهد. نامه ترامپ به عمران خان درباره صلح افغانستان. در حالی که کاخ سفید بارها ناخشنودیش را از همکاری نکردن اسلام آباد در جنگ با حراس افغانی ابراز کرده است، اما اکنون وزیر اطلاعات پاکستان میگوید که رئیس جمهور ترامپ برای کشانیدن طالبان بر میز گفتگوها از عمران خان خواهان همکاری شده است. آنچه که مقامهای امریکایی در این باره تا اکنون چیزی نگفتند. صلح به حساب یک آرزو و خیال به وجود نخواهد آمد. کارهای عملی و اقدامات انسانی به خاطر آوردن صلح ممکن است. همزمان با این زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان برای سومین بار سفرش را به منطقه آغاز کرده است. بعد از صلح و ما شاهد نابسامانی ها و اختلاف و تداوم جنگ در افغانستان باشیم، او زمان این صلح قطعا قدسیت خود نداره. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که آقای خلیلزاد به پاکستان، افغانستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، بلژیک، امارات متحده عربی و قطر از بحر پشتیبانی و زمینه‌سازی به گفتگوهای صلح با طالبان خواهد رفت. حتی هیئتی که از جانب حکومت افغانستان معرفی شده، من از همکار خود که در پارلمان افغانستان پرسیدم، گفت تا حالا هیچ یک جلسه هم ما تا حالا نشستی نداشتیم. آنچه را تا حال ما دیدیم جز از یک رویا چیزی نبوده و در واقع فرصت بیشتر داده شده برای طرف مقابل. در همین حال رئیس اجرایی کشور میگوید که برای آغاز گفتگوهای صلح نیاز به هیچ گونه پیش شرطی نیست. وقتی مذاکره شروع میشه تمام مسائل بحث میشه و بحث دستاوردهای مردم افغانستان و قانون اساسی کشور مسائل اساسی است. پیش از این شورای عالی صلح گفته است که اگر در گفتگوهای صلح طالبان بخواهند که بحث تعدیل قانون اساسی نیز مشمول آجندای این گفتگوها شود، حکومت به این کار آماده است. دوستان عزیز، خبر بعدی خبر البته اعلامی رئیس ناتو آقای ستولتنبرگ بود که اونا اظهار داشتن که هزینه خروج ما از افغانستان بیشتر خواهد بود نسبت به اینکه در افغانستان باقی بانیم، یعنی اگر ماندیم کمتر است و خطر متصوره و پرداخت بعدی از او که اعضای ناتو در خطر متصوره از افغانستان قرار خواهد گرفت. البته صحبتی آقای ستولتنبرگ بود، جالب است، توجه داریم. خروج از افغانستان را بیشتر از هزینه ماندن در این کشور می داند.
دبیر کل ناتو در آستانه برگزاری نشست وزیران خارجه این پیمان در بروکسل هشدار می‌دهد که اگر نیروهای ناتو از افغانستان بیرون شوند خطر برگشت طالبان وجود خواهد داشت و گروه‌های گوناگونه هراس افغان برای طرح‌ریزی حمله‌ها بر کشورهای عضو ناتو در افغانستان جای پا پیدا خواهند کرد. پرویز شمال گزارش می‌دهد. وزیران خارجه ناتو ماموریت افغانستان را به روز چهارشنبه بررسی خواهند کرد. دبیر کل این پیمان پیش از برگزاری این نشست میگوید که چالش‌ها در افغانستان بزرگ هستند، اما ناتو میخواهد که با ادامه حضورش در این کشور نگذارد تا خطر برگشت طالبان ایجاد شود و نیز گروه‌های هراس افغان برای حمله به کشورهای ناتو در این کشور جای پا پیدا کنند. ما باید هزینه ماندن در افغانستان را با هزینه خروج مقایسه کنیم و اگر ناتو افغانستان را ترک کند ما باید خودمان را آماده بسازیم که یک خطر بلند این است که طالبان برخواهند گشت و گروه های گوناگون هراس افغان خواهند توانست تا ساحه را بگیرند و جای پای نیرومندی را در افغانستان ایجاد کنند. دبیر کل ناتو برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در افغانستان برای نهادی نشدن مردم سالاری در این کشور مهم می داند. این مهم است تا افغانستان انتخابات را برگزار نماید، زیرا کلید یک جامعه مردم سالار انتخابات است. همچنان از انتخابات پارلمانی این کشور درس های گرفته شوند. از انتخابات افغانستان برگزاری انتخابات بمقی که یگانه راه ادامه پروسه سیاسی و پروسه مردم سالاری است و یگانه طریقی انتقال قدرت از یک نظام از یک اداره منتخب به اداره بعدی است. دبیر کل ناتو از توانایی های نیروهای امنیتی افغانستان برای تامین امنیت انتخابات پارلمانی یاد کرد. قرار است فردا و پس فردا وزیران خارجه ناتو در اینجا گرد آیند و درباره ماموریت های ناتو در جهان رایزنی کنند، اما درباره افغانستان این نشست کمی متفاوت خواهد بود. این نشست در حال برگزار می شود که دیدارهای میان نمایندگان ایالات متحده آمریکا و طالبان انجام شدند و اعضای ناتو به ویژه ایالات متحده آمریکا می کوشد تا برای پایان جنگ افغانستان یک راه حل سیاسی جستجو کند. پرویز شمال، تولو نیوز، بروکسل. بله دوستان عزیز، خبر جالب بود. البته ما فرسخا دور استیم از صلح آوری در افغانستان، صلح به نحوی که اینا میخواین، یعنی هدفی که اما کسایی که علیه اشغال هستن اونا تسلیم شوند، سر بنهن به اونا، قانون اساسی که برای دوزدوزی و خیانت درست شده و او کسانی که در راست قرار دارن یا آورده شدن برای چور و چپاول همی حالت باید بپذیرند، در ادمی حکومت فاسد داخل باشند، قوانین نافذی که نافذ هم نشده البته یا محکوم از افغانستان با همی قانون اساسی که برای مردم عام وضع شده و خاک زدن به چشم از اوناست و در هیچ بخش قانون اساسی تطبیق نمیشه، از ارگ ریاست جمهوری از تقرر عبدالله تا همه، مگر قانون باید بپذیرن، همی حکومت باید بپذیرن، تسلیم شوند، اشغال هم بپذیرین، بدبختی های حاکم بالای افغانستان هم بپذیرین، اولادایتان بفروشین برای امرار حیاتتون و یک چند نفر مثل تمیم وردک پسر در انگلیسی رو پرکتای میگن در پشتو ببخشین و در فارسی پسر اندر فکر میکنم، اونا از همون نفوذ آقای رئیم وردگ اونا استفاده میکنن. کلان یک دارمار و یک شخصی که 8 ساعت در درون کابل در محل بسیار شلوغ و بیروبار در شهر نو کابل با پلیس درگیر است و 7 نفر پلیس زخمی ساخته، یکی را کشته و یک خبرنگار هم زخمی ساخته. برادر، همی افراد و اشخاص با نفوذ، پولدار و با زور و زر بالای مردم حاکمیت دارن مقاومت هم میکنن، پدر کسی خانه را از گرفته نمیتونه و پاسبانان دارن، شاید یک قرارگاه عسکری هم داشته باشن. در درون خود حکومت افغانستان واهها و پادشاهی های زورگویان یک علیپور نبود، بیشتر علیپور های چوتا علیپور زیاد دارن شما.
به هر حال همونطور بوده. در ولایت هلمند به حمله هوایی ناتو ملا منان آخوند یا ملا عبدالرحیم که یک شخصی بسیار با نفوذ بود در ولایت هلمند منطقه جنوب شرق غرب کنترل می کرد، طالبان هم تأثیر و تعلم نشان داده و زیر شلیکی از اونا جان باختن و چند تن طالب دیگه هم در اونجا کشته شدن. به هر حال توجب دارین، خبر جالب بود. و این همه نهادهای امنیتی در پایتخت و نیز مقامهای محلی در هلمند کشته شدن ملا منان، مسئول نظامی و والی نامنهاد طالبان را برای هلمند بر چگونگی جنگ در جنوب کشور اثرگذار می دانند. خبر کشته شدن ملا منان در یک حمله هواپیماهای بسرنشین در ولسوالی نوزاد هلمند دیروز پخش شد. از این فرمانده طالبان همچون مهمترین فرد گروه طالبان در جنوب افغانستان نام برده شده و مقام های محلی در هلمند از دست داشتن ملا منان در فعالیت های حراس افغانانه و نیز در تولید و قاچاق مواد مخدر سخن می گویند. تمیم حمید در این باره گزارش دارد. تصویری از یک حمله هوایی نیروهای خارجی بر یک پایگاه طالبان در ولسوالی سنگین هلمند، تصویری که به گفته ماموریت حمایت قاطع از حمله بر آن جنگجویان طالب برداشته شده است که در حال آموزش های نظامی بودند. این تصویر تنها یک روز پس از خبر کشته شدن ملا عبدالرحیم، مشهور به ملا منان، مسئول نظامی و والی نامنهاد طالبان برای هلمند پخش می شود. کسی که با 4 تن از امرانش به روز شنبه در ولسوالی نوزاد هلمند آماج یک هواپیمای بسرنشین قرار گرفت. یکی از افراد کلیدی در جنوب و جنوب شرق بود و متاسفانه که در اکثر عملیات ها و نامی ها در ولایت هلمند و ولایت همجوارش نقش داشت. ملا منان تاسو ته معلومه چې هغه د نشهیتو قاچاقبر هم و او د هلمند او فراه و نیمروز د دې په نامه کې او قندار لوی لاس دلرلو. از ملا منان همچون مهمترین فرد گروه طالبان در جنوب افغانستان نام برده شده است. وی در حدود 8 سال والی نامنهاد طالبان برای هلمند بود و در سالهای اخیر درباره برخی از تصمیم گیری های مستقلانه این فرمانده طالبان در جنگ هم خبرهای پخش شده بودند. ده خپل یو شخصی باند و گروپ جور کرد که دغه شخصی باند و گروپ فقط در غیر قانونی پیسو ټولولو قچاق مواد مخدر پیسې قبیل قچاق بگو او دغه خپل د مساغف یو منبع هم دغه قچاق و در اوج تلاشا برای پیوستن طالبان به روند سال، مقام های شورای عالی سال در هلمند میگویند که هیچ گاهی نتوانسته بودند در این باره با ملا منان تماسی داشته باشند. د سره موږ نه یو د فانی د لیچ د سره خپل مستقیم الفاظ کې سو یو بل خبره دا ده چې د افراد و اشخاص په مرګ باندې فکر نه کوم چې د جنگ ور دي مرسي قطعا در موضوعات نظامی زمانه کې رهبر یا قماندان یک بخش از بین میره و یک تاثیرات منفی سر از او گروپ و سر از او جبهه داره. طالبان در خبرنامه کشته شدن ملا منان را ضایعه بزرگ گفتند و ادعا کردند که او توانسته بود بخشای بزرگی از هلمند را زیر اداره این گروه درآورد. دوستان عزیز، خبرم شنیدیم، دیدیم. خبر بعدی درگیری میان نیروی عسکری یعنی پلیس کابل، همین دم جنگ دوام داره در درون کابل. یک غوغا برپا شده در چرایی حاجی یعقوب بسته است، چرایی انصاری مسدود گردیده. بلاثر مقاومت پاسداران و نیروی تمیم وردک که البته پسر نام نهاد بگویم یا سرندر آقای رحیم وردک، تا جایی که مسموع است بیش از $1 بیلیون سرمایه شخص داره، در حالی که در امریکا به حیات شرادی به سر می بردن و برگشتن به افغانستان. به هر حال خبر جالب است چون در درون کابل هم یعنی مقاومت و جنگ دوام داره، لازم است توجه داره. در 13 دقیقه 13. به هر حال یک تن به نام تمیم وردک و نگهبانان او یک پلیس جان باخت و 6 پلیس به شمول رئیس ارکان قطعه واکنش سریع پلیس و یک خبرنگار در منطقه شهر ناب کابل زخم برداشتند.
وزارت امور داخله میگوید که نیروهای دولتی به حکم دادگاه خانه را در این منطقه تخلیه میکردند که با مخالفت تمیم وردک و نگهبانان او که در این خانه بودند روبرو شدند. این وزارت میافزاید که از بیش از 3 ساعت تا کنون این افراد با جنگ افزارهای سبک و سنگین بر نیروهای امنیتی شلیک میکنند. گلاب‌الدین غبار در این باره گزارش دارد. در درگیری میانی پلیس و نگهبانان یک تن به نام تمیم وردک در کابل، باشندگان شهر نو را هراسان ساختند. این از میکل کیم داد سر ما فایر کردن این دکان روبروی کس از ماست. اون میمینه ما دم دکان چیز تگی بودم سه مرمی دو شیشه خوردک. در حدود یک ساعت میشه که با نیروهای پلیس درگیری است و تازه نیروهای تازه نفس واکنشی سریع رسیده و میخواه که این افراد از اینجا بازداشت بکنند. که معروف فکر میکرد که اینجا کدام عملات انتحاری آمد است و امرای دولت میزنه دیگه ساعت 2 بجه تا حالا ادامه داره. وزارت امور داخله میگوید که نگهبانان تمیم وردک در برابر نیروهای پلیس تیراندازی کردند و در این رویداد یک پلیس جان باخته است و 6 پلیس دیگر به شمول یک خبرنگار زخمی شدند. باید یک منزل در مربوطات شهر نو تخلیه میشد، اما متاسفانه یک تن که در این منزل جا به جای است انکار کرده و لجاجت میکنه و این خانه را تخلیه نمیکنه. پلیس میگوید که این درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای دولتی به حکم دادگاه میخواستند خانه ای را که این مرد در آن بود تخلیه نمایند، اما با مقاومت آنان روبرو شدند. دوستان عزیز، در درون کابل اگر تو اینجا نه داعش را داره و نه طالب و نه القاعده، خود امریکا بسیار کشت بده کرده و زورگویا و زردارا را بسیار زیاد ساختند. یعنی خود همی افراد و اشخاص حکومت میکنند، در حقیقت بالای سرنوشت افغانستان حاکم شدند. به هر حال خبر بعدی در ولایت پکتیا یا پکتیکا بگویم، در اونجا حملات هوایی ناتو یا تیارات بی سر نشین عملات داشتن و تعداد کثیری جان باختن و فریاد و فغان پکتیا وال بلند ساخته توجب داره. بند شمال زیو په سیمه کې بارنیو او افغان ځواکونه عملیات کړي چې په پایله کې 12 ملکی کسان وژل شوي دي. د یادې سیمې خلکو د وژل شویو جنازې مرکز ګردیز کې د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول ور وړې وې او د کابل ګردیز لویه لاره یې د 2 ساعتونو لپاره تړلې وه. د پکتیا ولایتي چارواکي هم مني چې د عملیاتو په ترڅ کې ملکی خلک وژل شوي دي او وایي په دې تړاو جدي پلټنې کوي. بل لور ته بیا په افغانستان کې د پوځ ملاتړ ماموریت یک تلویزیون ته ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې یې په پکتیا ولایت کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي ترسره کړي. دلته د زرمت ولسوالۍ اړوند د شملزیو سیمې خلکو د هغو 12 وژل شوي کسانو څخه یې د 2 جنازې مرکز ګردیز ته د اعتراض په ډول راوړې، چې وړ مشپه د بهرنیو افغان ځانګړو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې وژل شوي وو. دا کورنۍ غړي وای وژل شوي کسان ټول ملکي وګړي دي چې د شپې لخوا د ګډو ځواکونو پرته له پښتنې په ډزو وژلي. دا زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که د عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونه نیول شي او د دې پیښې په تړاو جدي پلټنې ونه شي، له حکومت سره به بشپړ پریکون وکړي. دغه دا د طالب ده، ته خپل خدای ابل طالب ده، په دوله د مور په غېږ کې وویسته، د تره زوی مې مور نیولی او وویستې. نو دا پوښتنه وشي څوک یې سیمې مې دي، د چا زوی د دې راجه که دغه زوی شته، ما هلته 2 زامن دی نور هر بېګا په 12 بجې باندې نه طالب د باندې ګرځي، نه جبهه نیولې، نه د باندې دی ګشت و ګام کوي. ټول دغه خلک چې دي په کورو کې ویده دي او په کورو کې ویستل شوي دي. طالب نه ده، تاسې وګورئ که دا طالبان یې بیا به م وژنه، طالب دې کور ته ورغل. دا پکتیا ولایتي چارواکي هم مني چې وړ مشپه په زرمت ولسوالۍ کې په عملیاتو کې ملکي خلکو ته تلفات اوښتي او وایي چې په دې تړاو جدي څېړنې کوي. دا پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحي د وژل شوي کسانو د کورنۍ د غړیو او اعتراض کوونکو سره په خبرو کې وویل چې د یادو عملیاتو کې ملکي خلکو ته دا وختي مرګ ژوبلې په تړاو به سیمې ته پلاوی استوي او په دې پیښه به چوپ پاتې نه شي.
مونږه د دوی سره خبرې وکړې مونږ به ان شاء الله شهیدان اوس خاور ته سپارو د دوی نه مو یو ډالګی چې د دوی په خوخه به وي که اته شول که لس کسان شول دا به د سبا نه د مونږ سره یو ځای دام په ګام دا موضوع تعقیبوو چې دا ولې پیښه شوه څنګه پیښه شوه د کسان څوک وو که څه هم امنیتي چارواکو په دې تړاو څه نه دي ویلي خو د دا ډول پیښو پر وخت ډیری وخت امنیتي چارواکي ادعا کوي چې وسلوال طالبان د ملکي خلکو له کورونو د سنګرونو په توګه استفاده کوي او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي چې وخت ناوخته ځواکونو په ځوابي بریدونو کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. بله دوستان عزیز، خبر هم دلخراش است و جگرخون کننده است. از افغانستان دیگه خبر خوش یقینا 40 سال است نشنیدیم، عادت کردیم با بدبختی های مردم ما. از همی حالت دوام داره تا که از نمیدانم با حیات ما روزنی امید خواد دیدیم تا دریچه صلح باز گردد و مردم یک دیگر با آغوش بکشانند و چهره کثیف اشغالگران از افغانستان گم شود. به هر حال روز خبر نوی که چی میگم و ابعاد مشکلات افغانستان وسیع‌تر میسازه و مغلق‌تر میسازه. به هر حال بالای مسائل صحبت خواد کردیم، میخوایم نظریات شما رو. بله سلام بله څنګه ورو ورو شاد دي خلک سلام پورته وزم السلام علیکم اسام مورس پرز بل خرابې دي کوم یو ځواني کوي دا په ګلی په ځای نه کوزې څه سوال نه لرم رومړې خدای دې بازار ته کوم یو څو نفر یو لاس نفر لري ستا په نام چې به موږ هر پلا یاد کو چې دا دې په یاد نه وان وړاندې وړاندې څو کفر کازه ما خپل تر څلو کال مخ جوړ کړو بیا تکرار کړل ته خو دې سیرا صاحب دې ډاکټر کازه ما چې دا و تر ساتر کې و خو سې صاحب باسه دا څو نفر یو لاس کې ستاتر یو سات نی تاسو نو تاسو حکومت ته وړاندې کې چې دا څه څه غواړي دلته خو د کندهاران چې هر څو دی په پدارو په مازار کې بدل نه نسی ځکه په پرنره سره درېږي د بارو ورځ په سړکانو را اوځم د پارلمانو مختارو سره هم د ګل رمې شوارن می جوړ کړی دي لیکن دا ځلان ته کې کې چې څه څه کوي یو نه سره درېږي نو څه په نظر نو دا که تاسو باندې وکړې ته په یامه باندې نه ملان دي ممر وایغه د تارې در کړې ده غنی وو دا د ناټو رئیس دا د ځلان خپل غواوی لن گئی کله نو خو ویل غنی ویل څنګه کاله بعد زه دغه کوم ا دې سله ک براسه نو که څه په سره څنګه کاله ورسته خو کرا دادم د امریکا سره پایتر سي خو دا مجھے دې سب ځخ پور د کړي د سنی مجلس تاسو په پراس کې اسو اقیاس په دغه باندې ورو یو خپل ترهم د ملت حکومت تر بکو وړاندې کړه خلک ولا هر ورځ د طالبان مشر مرکی طالبان دا حکم لري چې زه د پر کوی مسله د افغانستان په خاطر ورسي باید ورسي دا کړځي کسب ته د مردار چپنه وګوره دا غنی وګوره دا عبد الله وګوره دا د امریکا مشهور تاسو له نکي فقط یو بل ما به تور کړي به موږ به کار شو کوی شخص دی په یار به افغان جواب وایس دا رسول دا دا ولا سفر ختم د فکر خوندار لري دا مشکل ته حل ولای سو ولا کڅ چې شا دې کارون دې دې پر دا باندې هو مسلام نه د خدای د سلیور ساته دا به نامه کې نور مو څه 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 وای دا نن نړۍ کول اندن مالو کسې بوار ازل او باشو او به شراب وو د دې طرف ګرځي تر بارو تاسو لا سفر فقط وکړ لا سفر هر د امریکا سفر د مخته درې دم داون داون ګټ اوټ یو د پاسټر او ډیر مننه او 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 ډیر تکراریږي او او خالصي صاحب خالصي او 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 پوسولو پوسول تر هغه ورځ چې سیاسي سړی نه یم زه یو نتاکم د تلویزیون چلومه د کار کوم تاسو تم دا سړی په کار دل کما مولا نصرالدین غوندې چې ناستی او صاحب له جبه روپۍ مصرفوي او تاسو کرایه کې غږیږي دا رقم یو سړی دی تاسو په کار دی او زه هم ناستی مو شوقي سړی یم غواړم افغانستان ته هم خدمت شي او هم یو شبکه مې په لاره اچولې ده او په زغرده غږیږم له چا نه ډار هم نه لرم د چا پروا هم نه لرم او د اشغال هم ضد یم ام دې لوچکان هم ضد یم مستقیم غږیږم او تاسو نه هم هیله لرم چې راسئ وغږیږي هېڅ د پردو لاندې هم نه غږیږم غلا هم نه کوم له افغانستان نه د خلکو کورونه چې بدخشان کې وران شي د هغو پیسې مې هم جب کې نه دي عطای نور ته هم سجده نه ده کړې دا نور هم چې ناست یا د احمدشا مسعود عکسونه جګیي دا یو تللی و هم دغه اروپا کې دا د احمدشا مسعود دا ډله ترې راټوله و یو عالی واچو یو سړی چې نوی را پیدا شوی ده څو کاله کېږي
هغه لارم معلومه ده. او دا نورم خلق هم دا سیاسی بحثونه چه که یوگه هم درت معلوم دی. دا افغانستان خو هغه سانسور یو باقی دا مطبعات دی. هلته خو څوک پرش میسوزه چه هغه سری خط نه تیر سی. دا هلته له سری خط هره ورځ تیریږي که خبرې هم څه په خوله راځي. دا ولې ړنګوي؟ دا ولې خرابوي؟ سیاست کوي راسئ دغه وسیله له ما سره شته. دا تلویزیون شته، رادی شي کېدي. د نورو له هیله وکړئ، تقسیم د کار وکړئ. دا جومات کې هم یو یا مولوی هغه به و، د ملا به و، بیا به طالب و، بیا به چړی و، نه بیا هم ګلخنچي و. دا کارونه توضیح شوي و. یو به یو معزین و ډېر ښه غږ به یې درلود. دا نه و چې د ملا کار هم طالب وکړي او د هغه هم وکړي او د غونډ کارونه بیا هر شی د دنیا په تقسیم د کار تخصصي شوې ده په همغه پورې. دغه تخصص لږ زه لرم یو تجربه دا درته کومه څلیری ساعت. دا یې چا نومونه دي چې واخېستې رادي شي. دا چیرې غونډ پېژنم زه. هغه نو زه لاړ شم او صاحب ډولۍ ویسم هر یو پکې راولم او کېنم بیا بېرته ویسم. زه وخت نه لرم وروره دې شیانو ته. دنیا په سرعت تېرېږي. همغه کار چې زه کومه په هغه کې موافق یم فضل دې خدای. دغه تلویزیون د چراغان د تاسې په کورو کې ځلا کوي، غونډې دنیا ته پخشیږي. هغه هم ډېر ګزاف مصارف هم لري، وخت هم پکې مصرفیږي. دا ولې یو شی خرابوي چې یو بل شی جوړ کوي؟ که نه جوړ شی ما هغه کوي خرابوي. بلې، السلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم السلام، بفرمایئ. اول باید ما افغان ها میگه تا بدانیم که ناتو خودش صلاحیت نداره حتی از خود دفاع کرده نمیتونن. تمام اراده و دفاعشون توسط امی امپیکاست ده گیر کلگی میدونن و خود از هم خبر نداره که در دنیا چی خبر است. مثل که آقای ترامپ هم از واکر جنرال ها که در افغانستان گفتن میگه شما نمیفهمید که مذاکرات ما با طالبات چی چیزا در اینجا جریان داره. هیچ کس دیگه هم خبر نداره، حتی همی کانگرسمن های دموکرات بعدشان خبر نداره که چی گفت است. فیلم آقای های داره ترم به طالبان چی مذاکرات چی نوه دارن و این هیچ کس ما هم نمیدانیم. اما باید بگیم که همی آقای ترم که از تک میخواه که جنگ ختم کنه و برای انتخابات سال آینده خود امیر یک پیروزی انتخاب کرده و میخواه که جنگ در افغانستان ختم کنه و برای تمام امریکایی ها بگه که جنگ در سالی که توسط بوش و اوباما پیش برده شد من ایره ختم کردم و یک پیروزی برایش هست، چون میخواد همین کار در بانار کوریای شمالی هم کنه. اما کوریای شمالی بازش فرق میکنه و بسیار مشکل است. تک میگه انتخاب کرده این افغانستان که خیر مردم افغانستان است که میخواد پای خود هم خارج کنه. و دیگه این ناتو که میگه که همین القاعده بیا که هستن، همین القاعده و ناتو که هست تک همون جی سون چند بار چند روز پیش که همین میتنگ همین ناتو بوده در ژنوا همین خود از وزیر خارجه امی عربستان که اون خواهد قایده خواهد اون مردم هستک. اولا قایده ایش که افغانستان ربطی نداره و دایش هم اگر هستک و اون دوسط که طالبا و رو میزدک در جوزیان و درزاب امی دولت رکیا کمک میکنه در کابل یا امی هم که در تهران آوردشان در میمان خانه. پس دوسط خود زمیناتو دایش و قایده کل از یا یک مالات میشه و سپورت میشه. یک مانه کسی که در افغانستان است مستقل است که آزادی خواستن طالب هستن و خودشان اعلان کنه از آرا بار که ما میخواییم مستقل و آزاد باشیم، با هیچ کسی ما ربطی نداریم و میخواییم که هیچ خطری برای دنیا و امریکا و هیچ کسی روی سرزمین نباشن. و این که خود از امی سهمی خود در ناتو خود از امی ممالک ناتو یا پرداختن نمیتونه از امو خاطر آقای ترم یا را پوش کرده که پردین از انوز هم یا امو سهمی خود برابر کرده نمیتونن. و دیگه ای که خود دنگ افغانستان وضع خراب از بسیار از خرابتر میشه، چون روسا ایرانی را باید ما بدانیم که اگر طالب هم منکر میشوند چیز خوب است، اما ای که ایران هم کمک میکنه طالب ها را، فعلا چین، پاکستان، امی روس و بسیاری ممالک دیگه هم کمکش میکنه به اصطلاح سیاسی و استقلال را و ایر خود امریکا کل دنیا میدانه. پس در این وقت واقعی ترم چون جنگ جنگ از رای ساله با طالب که میخواه ختم کنه و افغانستان کاملا قدرت به طالبان بسپاره و بعد اگه اصلاحی که گرگان گپا میزن و گپا را هیچ وقت سر جزاو نکنید. تشکر. بله، سلام علیکم. بله، محترم خطاب صد هیله ده زما سلامونه نیکی هیله او احترامات قبل همچنان دیره منه نه میره بانی که ویسه
اولین که همه ما میدانیم که وطن عزیز ما از 6 سال به این طرف در بحران شدید و خصومت‌های درونی و بیرونی درگیر است. دوم دیده می شود که در این اواخر اوضاع و تصمیم گیری بالای وطن ما بر یک مرحله جدید تاریخی قرار گرفته و صدای صلح و سر زبان ها. لذا این مرحله اساسی تاریخی را نباید دستان. پس بیایید با هم یک جا شویم و با یک صدا بدون تبعیض‌های مختلف از این موقع مساعد استفاده خوب نماییم. حرکت صلح برای نجات افغانستان از زمان تأسیس خود تا امروز عمرن پیشروی های قابل ملاحظه کرده و اکثر جناها این حرکت را شناخته و مورد اعتبارشان قرار گرفته. حال حرکت صلح برای نجات افغانستان عزیز از همه طبقات و اقوام چی در داخل و چی در خارج افغانستان زیست دارد صمیمانه دعوت میکند تا به این حرکت بپیوندید تا بتانی ملت خود را از این مصیبت نجات و در تأسیس یک نظام اسلامی عادلانه و بدون تبعید سهم داشته باشیم. در آخر جهر منمات بیشتر و هم ثبت نام می توانید با اعضای مشورتی حرکت در تماس شدید. بهرمندنه. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب محترم. و علیکم سلام. خطاب صاحب انا لله و انا الیه راجعون. با تاسف اطلاع حاصل نمودیم که سردار اسلام و دعاگوی تلویزیون پیام افغان سپرسالار مجاهد بزرگ ما ملا عبدالمنان آخون که نام اصلیش الهاج ملا محمد رحیم می باشد در یک بمباردمان ناجوان مردانه توریستی به مقام عالی شهادت نائل گردید و شهادت این قهرمان ملی حقیقی ملت ما را به فامیل محترمشان و امیرالمومنین افغانستان و همسنگران و آزادی خواهان مقاومت ملی مجاهدین طالبان با تمام هموطنانم تبریک میگم. ملا عبدالمنان شهید یک روز هم از این مبارزه در مقابل تروریست‌های وحشی صلیبی و ای غلام بچه های عجیر قبگوشش دست از جهاد برنداشت و همواره به خاطر خاتمه اشغال کشور مخلصانه خطاب سبیر از بید و برای سایر مجاهدین در گوشه و کنار کشور یک معلم جهاد است و از هر قطره خون این شهید هزاران مجاهد دیگر سبز می کند و این مجاهد کبیر 3 سال خطاب صاحب در زندانی های سیاه پنجاب که در وجه سیاهی در پنجاب زندانی ها زندان داره که در وجه 3 سال در وجه زج و شکنجه دید و لا سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 154 میگه به آنان که در راه خدا کشته شوند مرده نگوید بلکه زنده ای ابدی هستند ولیکن شما چگونگی زندگیشان را نمیفهمید و بزرگترین آرزوی یک مجاهد فی سبیل الله که فائز شدن به مقام شهادت می باشد که الله سبحانه و تعالی این مقام بزرگ زندگی ابدی شهادت را نصیب ملا عبدالمنان نمود. خطاب صاحب در ولسوالی یک خبر دیگه دمی ولسوالی تگاب در سایه نالیان ولایت کاپیسا در یک عمله مجاهدین کندک استشادی امارت اسلامی توسط راکت های امیزه دوایی ساخت خود کندک استشادی یک هلیکوپتر شونو که اشغالگران تروریست به تعداد 40 نفر اسپیشل فورس امنی و سیل دریای امریکایی اینا مردار و زخمی شدن و همچنان صبح امروز بر میدان هوایی ولایت فرا که اشغالگران امریکایی به تازگی در اوج مستقر شده بودند حمله موشکی صورت گرفت و در این حمله 9 عسکر امریکایی و 2 دانه ترجمان در اوج زخمی و مردار شدند. خطاب صاحب امریکایی ها اراده صلح را ندارند. یک چند سال پیش من به وزارت خارجه صحبت کردم اینا هیچ اداره اراده صلح نداره. اینا چلو چلبازی میکنند تا به افغانای محترم خود بگیم تا مادر درد نکشه طفل به دنیا نمیاید و زندگی نو شروع میشه و تا وقتی که خطاب صاحب این غلام بچه ها سپر و بازوی اشغالگران هستند اشغالگران نمیخواهند که وطن ما را از وطن ما براین و این غلام بچه ها ارزان قیمت مردار میشن. از ما کس تکی طرف مسلمان ها
شهید میشن، اما اینا میمورن. دیگه تشکر خطاب سید محترم که ما را وقت دادین و ما و شما به برادرایم که اینا همی صلح میگن صلح میکنه، در اسلام جهاد کنین. شما جهاد میترسین و چیز ندارین دیگه، بگذارین که فقط این سپر بازوی. تشکر آلای گل ما طولانیش. یک چیز دیگه را میگه، همی حکومت مقد یعنی حکومت منافقت، وجه ما شما امیر المومنین داریم، بیاین بیعت کنیم. بسیار پر مخده خبرون. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام دیخی خیبرون. سر دی اول خبر پر خاطر بانده چی دی جنرال رئیم وردک زوی ندهی او دا دی دو همه خده چی دا و کابلی دا او میره خوا دی پنشیر دی دا ور که پر نامه دی تمیم شین سب نمیگی مویلی بله چه دوست سیتاری چه تنین وردک دی رین وردک دو زمن و چه یو فیلن پا استرالیا که جوند که و بلی کابل که مرش و پروس اخکان ما یو تاست خبر در ولی گا تلیفون پشماره چه اغا دی دفتر نمره در زد فیلنم دی دفتر سایی پا ارتباط که هم در ایت تراو دی رین وردک سن نلری در ورکی پنچرای دی و دی مغو گروه نده یو 420 و او سی بزان پو وردک بانده مالی چی کرده کت در اول مدر کن و دی مغو لقدرت رو لرسوخ نه استفاده کری دی گرتی اخیست. بله او دی دفعه ایت استباط ندر لودم دی مور سای شاید لغلیوی او دی دفعه ندر لودم دو بخاطر ما در خبر اغم زنگ داسته او دیره منن. بله سلام علیکم. بله بله سلام جناب محترم آقای خطاب. و علیکم سلام صاحب، خوب هستین جناب محترم آقای خطاب؟ عرض و خدمت شما که هر قدر که زمان تیر میشه در قضایای افغانستان چیری و کسایی که و واقعیت است برملا میشه، کسایی که مزدور هم هست چیریشان زمان پاک میسازه. شما ببینین در این اواخر پس اونمو طالب امو ابزاری است که در گذشته بوده، هیلاری کلینتون اونمو سیاست امروز تعقیب میکنند، آقای خلیزاد و همچنان ترامپ هدایت داد که طالب باید قانون اساسی افغانستان را باید مراعات بکنه، مطابق به قانون اساسی را رعایت بکنه. طالب او چیزی ده که ما برش القاب را دادیم، طالب او چیزی شیر برفی نیست. طالب اونمو ابزاری است که تا اینجا برش حال دستور داده میشه که تا پیش از ماه مارس اپریل که انتخابات است باید به صلح بپیوندد. دیگه طالب اراده تصمیم گیری، اراده غلام جنگ، اراده چیزی رد توان در خود نداره. هرچی که برش دستور داده میشه مطابق به دستور یه عمل میکنه. اینه مقدر و زمانی که اینا در افغانستان امریکا حضور داشت فقط این وسیلهش خود طالب شده و حال امریکایی ها اعلان میکنه که ما از افغانستان نمیبرایم. به اینال زمینه را چطور طالب مساعد ساخته؟ شما ببینید تفرقه، نفاق، هم قومی هم زبانی از یک ملت بودن ما را بیرون کشیده، ما را فقط به تفرقه و نفاق انداخته و حال زمینه بر امریکایی ها انقدر مساعد است که هرقدر در افغانستان باشن میتونن بر از این که ما متحد نیستیم، ما را اول از ملت بودن ما را جدا ساختن. همچنان جنگ افغانستان، قضایای افغانستان از جمله خواسته های بسیار تاریخی از ایناست که در منطقه را باید داشته باشن. فعلا جنگی که بین روسیه از موضوع اوکراین هم در این شامل میشه، کریمی هم شامل میشه و افغانستان هم میدان جنگ است. صلح در افغانستان صلح پایداری وجود نداره، فقط شکل جنگ تغییر میکنه و در این رابطه مردم افغانستان همیشه کشته داده. دیگه موضوعی را که برادرها یاد میکنن، رای خدا رای جنگ نیست. خداوند بر ما قلم آورده نه شمشیره. راه خدا راه جهد و جد، جهاد به معنای جهد و جد کردن است، تلاش کردن است. خود را به این نیست که خود را در تهلکه پرتی و دیگران را بکشی گویا این راه خدا است. این راه فی سبیل الله، راه صراط المستقیم است. راه خدا او را میگن، این را نمیگن که یک آدم خودش از اوضاع و احوال اسلامی با خبر نیست میگن من جهاد میکنم. جهاد معنا و مفهوم داره، جهاد بر خود شرایط داره. هر کس نمیتونه در مورد جهاد یا شهید دان واحد تصمیم بگیره. جناب آقای خطاب خودت
ترجمه هم کردی، خودت بهترتر این موضوع را باید و وضاحت بر ما توضیح بکنی که جهاد چه معنا داره، زمان جهاد چی است، چه وقت آدم میتونه جهاد کنه، فرق بین مهاجرت بله، و جهاد بله. چی از این کسی که مهاجر میشه والاتر از جهاد است بله. کسی که مهاجرت میکنه دست بالا، چرا اول هاجرو بعد از او جهادو آمده؟ فقط امیر خدمت بله، شما داری کردم. تشکر. و جهاد خود جد و جهد معنا میده در راستای خیر و او قلم هم است در دستیم است، باید بینویسین قلمتان، یعنی جد و جهد کنین، خصوصا جهاد در دین اسلام. خود اوراق قرآن رو باز کنین، جهاد حتی خود پیغمبر فرمودن برای کسایی که با مال و دارایی والجه و مال غنیمت گرایش داشتن و آمدن که ما جهاد بردیم، باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای از اونا فرمودن که شما جهاد نکردین. گفت چطور؟ میگه جهاد که باید کنین و با نفستان است، او رو جهاد اکبر خطاب کردن. اگر به اون نحوی باشه، هم ما باید با نفس خود امروز امی کتلی که امروز در جنگ است و پسر آقای ریمی وردگ یا پسر خانده یا بچندری از اونا، هم امروز خانی کسی را گرفته به زور و حکومت رفته در جنگی و آدم را بکشه و امر محکمه را آورده و تقریبا 7 نفر زخمی شده و پلیس و عمله و اینا، این جهاد با نفس میگه که آدم باید خانی یک نفر تسخیر نمیکرد. یا همین روز افغانستان در یک تهلوکه و تسخیر قرار داره، شما به نام اختری صاحب در آلمان نشستین، ما در اینجا یک کس دیگه در اونجا، باید برای رهایی افغانستان بکوشیم. این که طالب چی میکنه و مسئولیت شما نیست، یا ابزاری کی است ابزاری کسی نیست و اینا رو تحلیل تفسیر میکنین. شما با حیث یک انسان مکلفیت دارین که از وطنتان دفاع کنین. این وجیبه اسلامی هر مسلمان است. اگر زورتان نکشید افغانستان رو ترک بگوین، یعنی وطنتان رو ترک بگوین، به یک محل مسئول برین، باز از اونجا دوباره برگردین، یعنی جهاد قلمی و زبانی و حرفا رو به پیش ببرین. هم بهترین جهاد از او که هست، بازم جهاد سر و مال انسان است که هم با مال هم با جان آدم جهاد میکنه. او دیگه هم نهایت قربانی یک انسان است که در برابر یک داعیه پیشکش میکنه. او هم بهترین شمو شمرده شده. او در وقت پیغمبر در آغاز اسلام جهاد فریضه بود، لشکر تنظیم میشد، خود پیغمبر اسلام یعنی سرلشکر مسلمان ها می بودن، قمانده می دادن، بهترین قماندان جنگ پیغمبر اسلام بودن. باز کارنامه های حضرت عمر رضی الله عنه و حضرت علی کرم الله وجه، تا دو طفل خردسال نمی دانم 4 ساله و 5 ساله و اطرا را بیان می کند در تاریخ اسلام. وقتی ابو جهل آمد و ضد پیغمبر اسلام در جنگ قرار داشتن، یا ابو سفیان، ابو جهل، از روایت میشه که حضرت عمر رضی الله عنه یعنی متنظیم یا قمانده جنگ به دوش داشت و صفوف تنظیم میکرد. میگه روایت میکنه خود حضرت عمر رضی الله عنه که دو طفل آمد و در زیر در دو طرف ما استادن و مرا گفتن که یا عمر، ابو جهل در کجاست؟ گفت شما را چی غرض؟ گفت ما میریم و را میکشیم. باز حضرت عمر دلانه ها گفته که شما خرد هستین، طفل هستین، این کارا رو نکنین. گفت چرا؟ گفت پیغمبر صاحب توهین کده و دو زده، ما میریم در جانش رو به قتل میرسونیم. باز روایت میشه که حضرت عمر دلانه ها گفته فرموده بودن که ما گفتم اونو جایی میبینی و دور ده و سر زیر تپه یا یک جای نشان، گفتم که خیمی که زده شده او خیمی ابو جهل است و ابو جهل هم در درونی از او است تا که جنگ آغاز شوه، اونا هم صفوف خود تنظیم بیکن. باز حضرت عمر رضی الله عنه فرموده بودن که این دو طفل مثل که دو عقاب واره رفتن در مخیمه، رسیدن و در اونجا کاردایی که پیشان بود در دوی از یاد بجان ابو جهل اوالا شد و او را به قتل رساندن. باز یه اطفال دوباره پس برگشته بود، کسی اینا رو چیزی هم نگفته بودن. باز نزد پیغمبر اسلام آمدن با بسیار خوشحالی که ما ابو جهل کشتیم. باز یکی به رقابت دیگه چیغ میزد که اول ما کشتیم و دیگه گفته بود که ما به قتل رساندیم ابو جهل. باز نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم که آمدن این نویده برای از اونا دادن، باز اونا گفتن کی اول؟ یکی گفت که ما کشتیم دیگه.
باز دیدم که کار در دوی از اونا خون پر بود. باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده بود که اردوی تان کشتین. یعنی امو تاریخ جهاد بر حق وقت مسلمان ها رو تشریح میکنه. آمدیم بالای دنیای امروز، اگر امی توازن قوا را آدم ببینه و توانایی های خود ما ببینیم، از لحاظ قلم مسئول استیم، از لحاظ فرض کنیم زبان مسئولیت داریم، از لحاظ خرج در راه خداوند مسئولیت داریم در راستای خیر. همین روز افغانستان استقلال خود از دست داده. شما نگوین که طالب ابزار است یا ما بگویم فلانی ابزار است. یا ابزار مبزار از زبانتان بیاندازین، ما هم میتونیم ابزار باشیم که خاموش مینشینیم، چیزی نمیگیم. برای دایی بزرگتر از طالب، برای دایی بزرگتر از یک چند تا ملا و اخوند و دیگه و دیگه، شما مو انرژیتان مصرف کنین، شما کوشش کنین و ایسی یک انسان مسئولیت دارین. مگر در ویتنام، خب ویتنامی ها مسلمان نبودن، انسان بودن، برای امو حق خود رزمیدن و ابر قدرت بزانو داره و در ویتنام امریکا رو با امو عظمتش لنگولاش ساخت و بفغان از ویتنام بیرون شدن. یا می جنگ های دنیا رو شما ببینین، یا با قلم شده یا با عدم همکاری گردیده، هر نحوی از جهاد یک فریضه است بالای انسان، خصوصا مسلمانان، و هجرت هم یک فریضه است. ما شما یکی از زوره نمی کنیم، میریم پس در مو کسیف پول باداوردی که برای مردم افغانستان باید خرج شد و اونا رو به فقر انداختیم. ای تمیم خان جنگ میکنه و خانه مردم هم چور کرده و یک بیلیون دلار هم نزدش است، شاید به هزارها نفر استخدام کنه و جنگ سوق بده. یا همی بدنی جمعیت وحدت و که اینوان همی کسایی که باعث جنگ های داخلی گردیدن، اونا جایی که او پول برای خیر مصرف کنه، اونا برای شر مصرف میکنه. با اول حاض کوشش کنیم که ما شما حداقل اگر برای استقلال افغانستان صدای خود بلند نمی کنیم، یکمه که تکیه به جلو هم پیش بریم. خصوصا خودت که هر دفعه که می این داستان در میان می اندازین، شما کوشش کنین که اگر کدام خبری نو دارین، یک تحلیل جدیدی دارین. امی طالب ابزار است، پاکستانی تو شده، این می شما دایره صحبت شما تقریبا همی است. هیچ کس متهم نمی سازین در بدبختی های مردم افغانستان هم امروز که در درون دستگاه حکومت چی بدبختی های را ما تجربه میکنیم. او هم مصیبتی است که بالای افغانستان حاکم گردیده. او را هم بگوین که حکومت افغانستان هم ابزار هست، شورای نظار ابزار است، جمعیتی ها ابزار هستند، حکمتی ها ابزار است، سیاف ابزار است، یا کلی از یا همی حکومت موجوده تهدابی از او از بیرون آورده شده، مثل که شما چمن میارین از یک جای کشت میگذارین او میتین در اونجا ریشه میدوان. ی خود ریشه های مردمی نداره. وقتی او تور بود شما دو طرفه قضاوت کنین، گردنت بسته میشه از خودت. خصوصا هر دفعه میای دمیار تلویزیون اینمی داستان از خودت، یک طرف هم مثل همو شطور کور که هم یک طرف شفتل میخوره و یک طرف کور دم تو ایلا داد. بله، سلام علیکم. علیکم السلام. و علیکم السلام، بفرمایید. سلام علیکم. سلام ترامات خدمت شما، بیننده شما تقدیم نموده. امیدوارم شما و فامیل شما موفق و سربلند باشید. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. جناب خطاب صاحب، پس از رویداد انفجار 27 نوامبر در نزدیک شهر غزنی که 3 سرباز ارتش امریکا کشته و 4 تن دیگر آن زخمی شدند، مطبوعات امریکا مبارزه امریکا با تروریسم در افغانستان را مورد انتقاد شدید قرار داد. آقای دانیل دیوس، محقق و تحلیلگر ارشد دفاعی امریکا، پس از کشته شدن سربازان امریکایی گفت امریکا خونریزی را در افغانستان متوقف کند. این محقق و تحلیلگر ارشد دفاعی امریکا به تاریخ 3 نوامبر در مقاله می نویسد مرگ نیروهای امریکایی در افغانستان هیچ منفعت برای امنیت ملی این کشور ندارد. به خاطر چی سربازان امریکایی در افغانستان می میرند؟ نویسنده مقاله بر این باور است قربانی سربازان امریکایی هیچ قهرمانی را در پی ندارد.
و ما امریکایی ها در پای اهداف غیر قابل دستیاب هستیم. این افسر سرباز، این افسر بازنشسته امریکایی با این باور است که در افغانستان پیروزی با جنگ به دست نمی آید و امنیت ایالات متحده امریکا در شمار نیروهای نظامی بیشتر در افغانستان بستگی ندارد. دیوز تاکید می کند که برای واشنگتن اکنون لازم است که جنگ را در افغانستان به پایان برساند، اما همکاریش را در بخش اطلاعات با سازمان‌های اجرای قانون افغانستان تقویت بخشد. این تحلیلگر و سرشناس آمریکایی اعتراف می‌کند که موجودیت قوت‌های آمریکایی در افغانستان بیهوده است. بنان به تایید از مقاله این افسر متقاعد، زمامداران آمریکا و ناتو جنگ و افغان‌کشی را در افغانستان متوقف سازند و قوای اشغالگرشان را از این سرزمین خارج نمایند. وان تعداد افغانایی که میخواهند امریکایی‌ها در افغانستان بمانند از تحلیل امین تبعی امریکایی دست عبرت گرفته و بودن قوت‌های امریکا را در افغانستان مورد تایید نگذارند و بیشتر از این تملق نکرده و خیانت به ملت افغان نکند که تاریخ فراموش نمی‌کند و نمی‌بخشد. چنانچه خیانت بزرگ و اخیر را در خصوص دوام جنگ افغانستان کس مرتکب شده که موافقت نامه نظامی میان افغانستان و امریکا را بسیار عجولانه و برای خوشخدمتی بادارشان به امضا رسانیدن که در وطن فروشی سابقه دار و بی‌نظیر است. ای ملت با عزت و دلسوز امریکا، می دانید قوای اشغالگر شما و پیمان ناتو در هر کشوری که قدم گذاشته وحشت را به میان آوردند. در افغانستان تعداد بسیار زیاد افغان ها را کشتند و زخمی ساختند و تعداد محدود امریکایی های شما و متحدین ماجراجویشان کشته و زخمی شدند و شما را هم در جرایم و جنایاتشان شریک ساخته، چرا که توسط تکس های شما امین قتل ها و بدترین فجایع و اعمال غیر انسانی را افغان های اجیر و دست نشانده کشور شما در افغانستان انجام می دهد. امیدوارم شما ملت دلسوز امریکا واقعیت های عینی را درک نموده از حقوق حقی ملت های مظلوم حمایت و پشتیبانی نمایید و عدالت اجتماعی و سیاسی را در جهان پیاده سازید. و من الله توفیق. تشکر سید. بله، سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام، خوب هستین؟ همچنان این گنجاله خواستید اشرف غنی خود را به صفت رئیس جمهور کاندید نمود. شاعر فرموده است آزمودن را آزمودن خطاست و تنداره که را میگه هم قسمی که خود لازم دارید و با آن نستسری باشید، نگذارید که وطن فروشان میراسخوران تنظیمهای خود فروخته جنگ سالاران و مقام شوم خیلی برسن. در انتخابات سال 1398 اشتراک نکنید. به گفتار اعضای شورای راست و سواد گلبدین حکمتیار آمد کرده شاشورای شانی عبدالله حنیف اتبر سیاب دورم اسماعیل یونس خانونی بسم الله محمدی سالم محمد سالدین ربانی مبرک وزیر داخل امرالای ساله فاروق اعتمادی مانور داوزی رشید دوسوم عطا محمد نور احمدیا مسئول کریم خلیلی محقق خانمامات باور نکنید چی این وطن فروشان شناخته شده قسم میخورن دروغ میگفتن. گروه بخوانی کنید که کفر احمد برای آرامی و امنیت مضمون بیچاره داخل افغانستان بسر کرده باشند. با اطلاع. تشکر. بله سلام علیکم. بله خطاب صد. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم خطاب صد. و علیکم سلام رحمت الله. بفرم محترم، بعد از تقدیم سلام برای شما، برای تلویزیون شما، برای بینندگان شما تقدیم می‌دارم. و علیکم السلام. محترم خطاب صاحب،
بله چی میخواستیم؟ محترم خطاب صاحب، باید ملت افغانستان میفهمد که وطن از 18 سال به این طرف توسط اشغالگران صلیبی و یهودی اشغال است، اما صرف یک نفر از اشغال دفاع میکند، از اروپا البته که به نام اختری دارمان زندگی میکند. ما او هم به خاطر چور و چپال شورای نظار که یک دوزش در سمت شمال است به نام عطای نور یا عطای دوست یکی، و یک دفعه ما به خاطر دارم که همی اختری گفت که وقتی که اگر طالبا بیان در کابل ما مجاهد بودم، می تو جنگ کردم، می تو جهاد کردن وقت روسا، حال پیر شدم رفته نمیتونم، اما بچه هایم جوان است میروم کته همراه طالبا در جنگ، در مقابل طالبا جنگ میکنم، حاجت به طالبا ندارم. من طالب هستم، در سیوزن زندگی میکنم. شماره تلفن ما 0046 73 90 76 181. من از سیوزن میرم در دنمارک، تو از آلمان بیا در دنمارک، بیا در اونجا شما تو معلوم کنیم اگر خیلت داری، اگر احمد داری، اگر احمد داری، خلافز دیگه وقت تا نمی این چیزها دیگه به در نمی که بیاید اگر جای معلوم کنیم در دشت و لگه بانه میشه. این چیزها درست نیست. مختری نظر خود گفت، شما هم نظرتان بگوین و ما هم یک چیزی تبصره کردم با مو خلاصه شو. در میان ما اگر جنگ بود باز برای صلح کار کنیم، این درست نیست. باز در انرژی خود علیه یک دیگر مصرف نکنیم، ما جمع اختری جمع شما، اما ما باید کوشش کنیم که غم ملت مردم بخوریم. اونا تبصره کردن آمدن، اتفاقا نظریات از او مخالف نظر ما است. آنچه اونا میگن به این معنی که او طالب ابزار است دیگه، باشه ابزار هم خواهد بودن، حکومت افغانستان هم اعلان ابزار است، بودیجت برشان میرسه، از دستشان میگیرد، دو نفر رئیس جمهور میسازه، امروز برده کشورهای اشغال هستن. اونا از ابزار مبزار تیر کرده سه دستکش امریکا سه برکس از یخن میگیره توسط می حکومت و همین ملت علیه ملت سوق دادن. 350,000 آدم نانخور امریکا و غرب ضد طالب سوق داده شده در جنگ، در حالی که جنگ هم امریکا میدانه که خود از اینا در میخواه بته، سل هم در افغانستان نمیخواین بار بیا، از این شعله های آتش جنگ و خون مردم افغانستان اینا میخواین به هدف خود برسن. در اونجا متاسفانه می خود لوکیشن یا موقعیت جغرافیایی افغانستان بلای جان ما بوده، برای خود ما هیچ به درد نمیخوره، برای دیگه به درد میخوره. ما یک کشور مهات به خشک هستیم، هیچ به بحر را نداریم و مو مسئله دیوران هم راه های ما را مسدود ساخته. بالای قضیه افغانستان مردم نان میخوره امروز، ایران منفعت میبرداره، پاکستان میبرداره، همه تو که از جهاد افغانستان پاکستان صاحب اسلحه زروی گردید، پولدار گردید و خون افغان، ایرانی ها همه طور دیگه. ما مالک جهان هم امروز در افغانستان منفعت هایی داره، هم ذخایر طبیعی افغانستان، هم موقعیت جغرافیایی وطن ما. بهترین لقمه چرب به دهنی از اینا افتاده، به مصرف، به غلوغش در حقیقت با مشنی از اینا 2014 ختم شد، همه تانک و توپ خود زدن این چادر ساختن، ولی قرار داره یک مترسود نشستن، تیاره هم دکمیشه میزنه، یک تیاره گک پرواز میکنه با نام درونز. در امریکا شما اگر این بازارها شما برین، درون ها رو میفروشه $1,000، وسیله تفریح بعضی مردم هست. یا فرضاً شما یک عکس میبینین که از بالا گرفته شده توسط اما و کمره های نصب شده در درونز موجود است، برای تان فیلم برداری میکنه، فرضاً در سطوح بالای آسمان میره و سه فضا از بالا یک موقعیت نشانی میگیرین، کنترل میکنین برتان، یک تکنولوژی عام شده برای منتها اینا و دکمیشه میزنه، یک تیاری درونز میره یک محل برتان، کمرام داره در مرکز اینا نشستن قراره، اونم اونجا یک محل میگین اینجا چند تا نمیدونم طالب است یا کسی است بزنین و دکمیشه میزنه سر با اونجا خمیر میسازه برتان. اینا هیچ چیز سب نه خسارات مادی دارن، نه مالی دارن، نه جانی دارن، و با جانی مردم افغانستان فقیر فقیرتر میشه، بدبختر میشه. امروز یه خبر بود، پری روز من پیدا کنم رو
حال تقریبا 160 فامیل راپور داده شده توسط آمار بین المللی، مؤسسات بین المللی یوناما بود فکر میکنم. اطفال طفل فروشی رایج شده، همین پولدارای خرپولای احمقی که پولای امو بیوه و بیوه زن در جیب خود زدن زیر سلطه ناتو یا ایالات متحده، اونا باید یک طفلک خرد مقبوله که خود بگیره بفروشه که دیگه فامیل نجات پیدا کنه از مرگ و قحطی و مصیبت. شما در تاریخ افغانستان دیدیم که طفل یک انسان فروخته شو و برای بقای خود، برای فامیل خود، اطفال خود، مواشی را گاو، خر، اسب اینا رو شنده بودیم میفروشن، یا مرغ یا فرزن دیگه مواد مصرفی، مگر طفل خود تا حالی نشنیده بودیم در افغانستان فروخته میشه. این حقوق زن است؟ امو زنی که بیچاره طفلک خود از آغوش خود جدا میکنه، 4 ساله رو میفروشه با یک پولدار، یک خرپول، یک جنگ سالار، او باز برای یک پسر جوان 25 ساله خود به نکاح میده، این تعدادش فراوان گردیده، به حد زیاد شده. این دوره روشن میگه، بعضی ها میگه این دوره طالب چرا تاریک بود، یا دوره ربانی تاریک بود، یا دوره نمیدانم چطور کهی امید مثلا در وقت دکتر نجیب کس طفل خود نفروخت. در می جنگای داخلی هم نشنیده بودم کس اطفال خود فروخته باشه. در وقت ظاهرشاه می چخچران خشکسالی آمد، به کابل آمده، بعضی ها می خواستن اطفال خود بفروشن، باز به دادشان رسیدن و سر اما قحطی رد شد و رفتن پس کار خود. کسی رو من حتی در می کشورهای دیگه ممالک که قحطی بالاشن می و مصائب، کسی نرفته طفل خود نفروخت. در افغانستان علاوه از مسائل مواد مخدر و که تعدادشان زیاد شده، علی آدم فروشی زیاد شده، طفل فروختن. به هر حال دوستان عزیز، میریم سراغ اعلانات، لاینای ما مشغول است، لطفا با ما باشین، برمیگردیم انشاءالله خدمت شما خواهیم بود. اگر می خواهید سفر مطمئن را با خدمات، سرویس عالی و استانداردهای بین المللی در تمام کشورهای دنیا داشته باشید، اگر می خواهید سفر حج فرضی و عمره را با تضمین و قیمت مناسب دریافت کنید، اکرم تریول ایجنسی، یک نام آشنا در عرصه خدمات ترانسپورت هوایی و عقد ویزا و تجارب 20 ساله کاری در خدمت شما. بفرمایین انگامه جان، سفر خوش باشه با آرزو دارم. تشکر از شما. من تمام سفرهای خود به هر کشور جهان با اکرم تراول تنظیم میکنم. سفر خوش، راحت و مطمئن. هامبورگ، شتایندم 97، برلین، شترومشتراسه 22، اسن، فیگوفر پلاتس نمره 10. استانبول ترکیه، شهر زیبای انتالیا و شهر قشنگ آلانیا رو داشته باشید، لطفا با بنده ظفر شامل به تماس شوید. انشاءالله که بهترین امکانات در اختیار شما قرار میمونه و از این موقعیت هم استفاده کنید و در خدمت شما هستم. شماره تلفن ما فراموش نکنید، 0049 172 56 29 66 2. امیدوار هستم که همراه با ما تماس شدید، حتما یک چیز خوب در دست شما قرار خواهد. خدا نگهدار.
موبل پلازا، فروشگاه موبل فروشی در هامبورگر شتراسه 167 شهر هامبورگ در فاصله 1 کیلومتری مرکز شهر. در این فروشگاه شما می توانید مدرن ترین موبل و لوازم تزئینی، میزهای زیبای تلویزیون و سالون، میزها، چوکی های تعامپوری، موبل ترکی و ایتالیایی، اتاق خواب بزرگ سالان و کودکان با اضافه از 200 نوستیت های ظریف اصل کریستال و سیستم LED با تغییر نور رنگ ها را خریداری نمایید. فروشگاه موبل پلازا در 2 طبقه با موبل های مختلف، موبل های کار دستی محصول کشور ترکیه و ایتالیا با دیزاین کلاسیک، آوانگارد و مدرن. با اضافه سفارش رنگ های انتخابی شما در 200 رنگ مختلف در خدمت شماست. فروشگاه موبل پلازا اشیای شما را به محل دلخواهتان منتقل نموده، خدمات تعمیراتی را انجام می‌دهد. آدرس: هامبورگر اشتراسه شماره 167. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشند. مراکز توزیع برنج پامیر: آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لندن، انگلستان شرکت پامیر لندن. دیگر نگران رتهای آزاردهنده بر روی پوست بدن خود نباشید. با استفاده از کرم بازسازی پوست اعتماد به نفس را به خود برگردانید. این کرم پوست شما را در کمترین مدت به زیبایی زمان کودکیتان برمیگرداند. کرم بازسازی پوست فقط 110 دلار. اگر به علت چاقی و لاغری کشش‌هایی بر روی پوست شما ایجاد شده است و باعث آزار شماست، از کرم بازسازی پوست استفاده کنید. در این لحظه بازار پیام افغان قیمت این کرم را به کمترین حد خود رسانده است، فقط 69 دلار. از کرم بازسازی پوست استفاده کنید. اگر همین الان تماس بگیرید، با پرداختن 69 دلار نه تنها یک کرم بلکه کرم دوم را هم برای شما به صورت رایگان و هدیه خواهیم فرستاد. با شماره تلفن 818-917-1588 تماس بگیرید و 2 کرم بازسازی پوست را با قیمت استثنایی 69 دلار تهیه کنید. سلام بیندای عزیز، امیدوار هستم همتان صحت مند باشین. خواستم از این دستبند هایی که در تلویزیون بازار پیام افغان به فروش میرسه توسط مریم جان خواهر همزبان ما که بسیار زحمت میکشه، ما خودم از این دستبند گرفتیم برای خودم، برای مادر جانم و برای خانم کاکایم که ما ای کاش کمره میداشتم که از اونا هم یک چیز سنت میآوردم. بسیار زیاد مؤثر است و برای خودم که بسیار درد استخوان داشتم، خصوصا انگشتایم درد بسیار زیاد داشتم، فوق العاده مؤثر. شما لطفا از این خریداری کنین، به عوض از این که دوا بگیرین یک مرضتان خوب میکنه، هزار مرض دیگه برتان میاره. بسیار زیاد مؤثر، یعنی باور کنین که من آنقدر راحت هستم، یک شب که میر نداشته باشم درد به وجود میاد، میفهمم که ما دستبند ما امروز با دست نکردیم و یه همیشه با دستم است. شما هم از این حتما امتحان کنین
و مایی را تا وقتی که من مطمئن نشدم مایی حاضر نشدم که مایی لانه تیر کنم. حالا چون مطمئن هستم که بر من بسیار زیاد مؤثر واقع شده. درد دستا و سوخت آرنجا بسیار سوخت شدید داشتم، اصلا هیچ حال ندارم. بسیار صبح که راحت از خواب میخیزم بسیار زیاد شاداب و راحت از خواب بلند میشم، به عوض از اینکه در آرنجایم سوخت می بود و با کلکا و پنجایم یک سوخت درد شدید بود، همش از بین رفته. شما حتما این را امتحان کنین در بازار تلویزیون پیام، پیام افغان از مریم جان که خواهر. دوستان عزیز عرض سلام داریم، احترام خدمت فرد فرد. از طریق فیسبوک کامنت و صحبت نوشته های بعضی را مطالعه می کردم. مادر که خود طفل خود را در مقابل پول بفروشد از ایوان پستر است. خب یه غربت هست، بدبختی است، از گرسنگی که می میره. تا در دین اسلام ممانعات روا میشه، پس کنیم گوشت خوک نارواست. اگر از گرسنگی یک نفر بمیره میتونه برای امرار حیاتتان گوشت خوک هم بخوره. شراب هم تو روا میشه اگر از تشنگی یک جای آدم میمیره. به هر حال مادری که طفل خود را مقابل پول بفروشه اون پسته. تو دیوانه هستی یا چطور که اینا رو یکی دیگر متهم میسازن؟ چرا طفل خود را یک مادر بیرحم بفروشد اگر برای طفل رسیدگی نمیتوانه از آوردن طفل زیاد جلوگیری کنه؟ نمیدانم. جایی که ما ترحم کنیم برای مصائب افغانستان یک سنجشی داشته باشیم، این راه حل سراغ بداریم. مادر احمق است، مادر چرا طفل میاره؟ مادر دیوانه است که طفل خود میفروشه. نمیدانم، اگر مغز ما انسان ها تا همی حد یعنی انکشاف کرده که اشرف مخلوقات ما را خداوند خطاب کرده، تاسف به همی اشرف مخلوقات. این خبری را که امالی مصطفی شاید آماده بسازه لود میشه، یک چند دقیقه بعد ما به خدمت شما میرسونم. آمار و راپورای بین المللی این را پخش کرده. وقتی افغانستان به حد بدبخت میشه و مردم از طفل خود جگرگوشی خودم میفروشه، به فروش میرسانه برای امرار حیات بقیه اعضای فامیل، میدانین که فاجعه تا کدام حد میتونه عمیق باشه. بله سلام علیکم. سلام علیکم. بله و علیکم سلام و رحمت الله. بفرمایید. بله میشنوم. بفرمایید. بله بفرمایید. صدایتان رو میشنوم. بفرمایید سر. الو. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. بفرمایید. چهال دارو سیب محترم خوب هستید؟ خوب هستید. چهال دارو. از طریق برنامه شما برای مسئله افغانستان را میخوایم. جنگایی که در افغانستان در گذشته گذشت و مسئله جهاد چی به نفع مردم افغانستان تمام شد، چی فایده کرد بر افغانستان؟ حالا یک تعداد بینندگان عزیز محترم ما میگه که جهاد کنیم، پس دوباره جهاد تازه میکنن، باز مردم از کو بالا میکنن، مردم باز سلا دیگیره. چرا اینطور نمیگن؟ باید ما رای حل پیدا کنیم که چی رقم کوشش کنیم که دست خارجی را از کشور خود جدا کنیم. و مسئله دیگه سایدی است که جهاد شکل مبارزه است. کسی که سلام میگیره حتما طرف مقابلش هم سلام میگیره. و برای ما شما معلوم شده است که افغان ها هیچ وقت هم نظر، پنج نفرش هم نظر نیست. باز جهاد شده است بین خود زده خورد کنن. نه، جهاد این رقم شده است که توری باید با
خوب توسط قلم شعار بدن، وحدت کنن، این بهتر است. و همون کار بکو آقا امیلی، همون کار رو بکو. من آرزو دارم که دوباره امریکا یک 10,000 افکر خود در افغانستان پیاده کنه، تا که یک قوای بزرگ در افغانستان نباشه، هیچ امکان نداره که افغانستان تنها به پیش بره. این مسئله جهاد فراموش کنن، جهاد نتیجه خراب داره، جهاد یک کلمه بی‌معناست. سردر میگه در پشتو جهاد کلمه بیمانه چی هستم؟ گاو خروار خورده برین و مواد فضله کشیده برین، اما تو انسان ها را خداوند ورداره، دالمان هم زندگی میکنی، تخلص هم وردگ ماندی، اما یک لکی بدنامی برای وردگی ها خودت میتانی باش. کلیت هیچ کار نمیکنه، هر دفعه میگی بیادر چطیات باید میکنیم، وقتی ما را چایی میساز. توجه بدارین دوستان عزیزی، کلیپ بسیار جالب است. جهاد نکنین مگر امی طفلا رو خونان بتین. برو برادر، ام کلچ پولای آلمان هم یا حکومت آلمان هم میخوری و تناول میکنی و تلویزیون میبینی و چای سبز زده میری، بدبخت. توجه بدارین. در جریان 4 ماه اخیر 160 کودک، یک 160 کودک بیجا شده در بلدهای هرات و بادغیس به بهانه ازدواج فروخته شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل با اعلام این آمار میگوید که این کودکان از 1 ماه تا 16 سال عمر داشتند. در این حال شمار از خانواده هایی که کودکانشان را فروختند در گفتگوی با طول نیوز میگویند که به علت ناداری و تنگ دستی ناگزیر به این کار شدند. نصیر احمد صالحی در این باره گزارش فرستاده است. نازدانه هنوز غرق شادی کودکانه و سخت وابسته به خانوادهش است، اما بیخبر از این که به علت فقر و بدهکاری پدرش به 1,00,000 افغانی به فروش رسیده است. این کودک هنوز 4 سال است و 1 سال پیش با خانوادهش به علت خشکسالی از بادغیس به هرات آمده است. یو نفر ته مې وویل چې دغه لور لرم په دغه 1,00,000 روپۍ کې تا ته درکوم، دغه اولادونه مې دغه شي هغه 1,00,000 روپۍ مې هلته وخوړلې. پس از نازدانه نوبت نرگس دختر 2.5 ساله این خانواده رسیده است. پدرش این کودک را نیز به فروش گذاشته و منتظر خریدار است. دولت خسل نه کړی چې خرڅ کې چې سختي را نشي، نور اولادونه چې د مرګ سره مخې خونه د لور د ورکړنګ وغه غه خو ورکوم غه وس به ورکند نور په وساتم. آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نشان میدهد که در 4 ماه اخیر 161 کودک 1 ماهه تا 16 ساله به علت فقر و قرضدار بودن خانواده های بیجا شده به بهانه ازدواج به فروش رسیدند. این بدگس and Herat where the droughts are worse. در بادغیس و هرات که بدترین خشکسالی ها را دارد، ازدواج های زود هنگام در بخش هایی از آنها چندین سال می شود که جریان دارد. اکنون 80% جمعیت این بخش ها ازدواج های زود هنگام را عملی می کنند، اما خشکسالی این وضع را بدتر ساخته است. فروش اطفال بیجا شده های داخلی چه تعداد هست؟ تحت کدام شرایطی خرید و فروش صورت گرفته؟ یک عمل جرمی است، خلاف قانون است. این موضوع است که اگر شما جایی قسمت معلومات های جدید دارین با ما به دست ما قرار بدین که تا ما بیشتر تحقیق. این خانواده ها از سرنوشت آن کودکانشان با خبر نیستند و همچنان هنوز مشخص نیست که این کودکان زمانی که به دیگر مناطق انتقال داده می شوند با چه سرنوشتی روبرو می شوند. نصیر احمد صالحی. دوستان عزیز، همین حالت افغانستان است. یعنی بعضی از یه حوادث یا رویدادهایی رو که روی صفحه تلویزیون میبینین، بقیه از او شاید با میدیا بگویم یا رسانه ها را نیابه و آمار بین المللی مؤسسه ملل متحد یک مؤسسه معتبر جهان از او بهتر نداریم، اما ممالک در اونجا یه عضویت دارن. و یا آقا نمیدانم از کجا شده، وزیر چطور کهی است، محمد آصف رحیمی ولی کدام منطقه را گفتن، اونا میگفتن که راپور بتین اگه تو حوادث دیدین ما تحقیق میکنیم. این یک تحقیقی که در یک حادثه اینا یک حیات فرستادن، یک راپور درست از اونجا به گوش مردم نرسید، گم میشه این دوسیه ها. پشت نخوت شب میگه که روانش کرد دمتر است. بله، سلام علیکم. خطاب صاحب سلام و احترام و
افتخار بر شما و برنامه شما و سلام بر شما فامیل محترم و وعلیکم السلام. خطاب سید محترم فشرده دقیق و بسیار زود و در سید سلام از میکنم. امریکا صاحب ناپش رفته دیگه قواروان نمی کنه نمی تانه جنگ زده جنگ صرف بیدرن. دوست دیگه ما هم جناب خطاب سید صدای ممیشنه و گفت که این آدمی که دخترای خوده یا فامیلی که فروخت از خر بطرف یا چیتی ما این را میگیم که تو دشمن دوست خوده نشناختی. دولت فاسد عبدالله و اشرف غنی و ای همکارای از اینا از شد بتر از دوست و دشمن خود باید بفهمی که عامل اصلی این بدبختی کی است، اشغال و اینها. خطاب صاحب عزیز چیزی که من افتخار میکنم امروز بار دیگر گرچه او عظیمی چلو یک سلسله سنگ اندازی های کرد که یک آن تا داخل میشه که یک سال پیش فقط در ظرف 15 روز شاید هم به پوسته و یا زودتر عقل عضویت یک ساله بنده که من خود به همین خاطر آماده ساختم افتخار دارم، سربلندی دارم که من ایره برتان میفرستم. تشکر راست لطفه تان بشه امیدوار هستم بر با بازت منان بتیم. بله میتیم. حرف بسیار مهمه که واقعتش ایره باید ما شما بازم سرش توجه بکنیم. به یاد شما هست که من آقای مجاهد گفته بودم که اگر آمزادگی و شیطنت در میان میاید چی از طرف امریکا چی از طرف خلیلزاد شما فقط جنگ ادامه دردین و گپ حالا صحیح از صلح باوجود میاید. این کار تکرار میشه و خودت شما میدانین اونا هم صدای ما میشنوند. ما برای جون بخته های رای آزادی درود میفرستم ولی انتقام گیری از اینا شرط اولی و ضروری است که اونا باید بدانند که بمی سطح انسان های فروخته شده و اشغالگر باید از بین برند. حرف بسیار ساده و اساسی که شما لطف کردین و من از شما آموختم زیادتر اویی که شما چقدر به شیطنت ها اجازه ندادین که گویا اختری چه میگه و اوشی چه میگه و شما گفتیم که ما از باز ضرورت پیدا کردیم باز شما کمک میخواد. درود بر شما. ولی ما با این که ضمن این که احترام و سلام خدا به اختری صاحب عرض میکنم برش مستند عرض میکنم که نبیادر جهاد قتال است، قتال جد و جهد نیست و قتال ها. ولی اگر بگویم قرآن شما خب بازم سرم اگر پیدا میشه در اونجا میگه که ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. نفس مال الله سبحانه و تعالی خریده تا در راه خدا او را مصرف کنی یعنی از بین ببری. و قاتلوا في سبيل الله حتى لا تكون فتنه. فتنه امروز همین اشغال از جناب عزیز و گرامی استاد محترم سخنور عالی احترام من را بپذیر. بدان قرآن باید از سر تا آخر بیال قربان شم وارا بان علی سلیم شهست که گفت همی فقط جهاد قتال جنگ ضد جنگ صلح بدن. طالبای کار که 3 ماه ادامه بده به صلاح حل و فصل است. افتخار به ملت شریف. بله سلام علیکم برادر محترم خطاب صاحب. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرم هفته خوشی برای شما. همچنان همچنان مهربانی میکنم. خطاب صاحب بجادی شما همی برده که لوره که تلفون کرده بود عسکر امریکا بیا سرپای هم بگیشه از خاطر که پتلون خود پاک کردنگان هم میتانه. خو انسان هستی خداوند برای تقل داده تو چشم داده تو پای داده تو چرا سرنوش سبد است نمیگیری که امریکا بیایی تا سرپای بگیره چرا خود پاک و نظیف نگاره میکنی. خطاب صاحب همون ذلیل‌ترین انسان های بیچاره همون کسایی هستن که انسان های بی هدف هستن و یا ای که هدف خود تعریف کردن هم میکنن مثلا مثل قمارباز، مثل شرابی، مثل وطن فروش، مثل مادیات پرست، رشوت خور، کمونه. این کسایی هستن که یا هدف هم ندارن در زندگی خود و هدف خود هم تعریف کردن هم میکنن. مثلا اختری صاحب یا خراسانی صاحب نه بعضی گپا میذارن که هیچ کدام سند هم ندارن و هدف خود دشمنی میکنن. یعنی دشمنیش هم اون کسی که نجات پرست هم هست وام انسان بی هدف است و قابل ترحم است اما هدف خود
هیچ وقت یا تعریف شکره نتونستن که یا چی میخواین بر مردم افغانستان. مثلا خراسانی او میگه که فلانی نفر سی کتاب نوشته کرده و افغانستان به ایالت پسمانده. صحیح که علم در دنیا پیشرفته، تخنیک پیشرفته. امروز هم بالاترین تخنیک در افغانستان آمده، یک خرکار یک پاروکشم تلفن در جیبش است که مردم تلفن میکنه که چی وقت بیم پاروی تشم باید طلب کنیم. اما مشکلی است که انسانیت است، اخلاق است. امیر پیشرفت و ترقی همگام نیست با اخلاق، با انسانیت، با اون چیزی که پیغمبر گفته که شما تعرض نکنید، سر دیگه مردم دیگه نکشین، دیگه نکنید. یعنی دین بسیار مهم است که دین فروشا مثل کسایی که از ادعای حقوق بشر سوء استفاده میکنن، دین فروشی میکنن و یا انسان فروشی میکنن، این مشکل خود از واسه. اما انسانیت و اخلاق به قدم اول بسیار مهم است. در افغانستان امروز به اصطلاح آدم هم میخوره، اخلاق و همه چیز مناسبات بسیار خراب دوانی حکم فرماست. از همه چیز که انسانیت مهم است که انسانیت بیاید و عدالت بیاید و همه چیز مرتب بسازه. بعد از او تعلیم و درس و پیشرفت و همه چیز انشاءالله آمدنی است. اما امروز چیزی که در دنیا به نظرت دیده میشه و انسانیت است و شرافت است و عدالت است، مردم پول دوست شده، خدا فراموش کرده، خدا را فراموش کرده. خطاب صاحب یک خبر نوه از سیگار که تحقیقات کرده، یک ولایت به طور نمونه ولایت غور یا تحقیقات کردن، در اونجا 850 مکتب است. از 850 مکتب 150 از این ساختمان داره، یعنی مکتب چور شده که 150 از این شاگردان مکتب میرن درس میخونن اما کتاب ندارن. تر معلم کتاب داره و میاید درس میشن و شاگردان کلی که بیگ کتاب هست برای دو دادن همیشه ایره با جزی که کمک شده و معلم ها معلم هاییست که هیچ تخصص ندارن، به اساس رشوت، به اساس واسطه آمدن مچاکی را گرفتن، ماش میخورن و چقدر معلم دیگه که اصلا هیچ به کار خود نمیایه ماش میخوره. و 750 مکتب دیگه که از او هیچ ساختمان نداره، طفلا شاگردا بیچارا در بیرو در هفته و در خانوک در زیر درخت میشینن و با معلمایی که برشوت در اونجا معلمی گرفتن. شما فکر کنید 750 و از سال 2001 الا سال 2010 14 میلیارد دلار تخصص داده شده بود به امی باسواد ساختن مردم برای معرف افغانستان و شما ببینید که هیچ وقت افغانستان این چانس پیدا نمی کنه که باز 14 میلیارد نتیجه داشته باشه که در معرف، یعنی همه که مکاتب صاحب مکتب می شدن، صاحب قلم معقول فرمودید و یک معرف منظم. اما ببینید که این بدبخت ها، این ایوان ها مثل فاروق عمر، یعنی حکومت به طور عموم چی جنایت را در حق مردم نیست که یا نکردن. سلام علیکم و رحمت الله. بهترین صحبت های لازم یقینا از معرف دزدی شده است، از وزارت دفاع چپ راست دزدی میشه، کارتوس نمیدانم هزار دانه کارتوس فایر کردیم، ولی کی میشماره که معاشره کش کرد چند تا فایر شد؟ روغنیات تا فروخته شده، فرمایش برامده امروز در درون خود دستگاه حکومت همی قراردادی هایی که نشستن و صاحب هیچ سیر نمیشن. همی اولادای وردک صاحب ریمی وردک اگه یکی از اونا فرض کنیم پدرودی حیات گفتن به قتل رسیدن، دیگه از اونا خود رئیم وردک پول، بیشتر پولدار آدم است. خب این آدم به سرندر از اینا یا به اسم از اونا تیر شد و خانم آقای وردک مادر از اونا بوده، مگر دیگه کسایی که امروز از اینجا به اونجا رفتن، امی آقای کلیل حکیمی رو میگن یک قلم ماهانه یک میلیون دلار و آدم شاهدی مید که ما به اساس قراردادی ها و تعهدی که با این آدم کده بودم داد و ستود و دزدی ها یک میلیون دلار ما هر ماه به اکاونت ازی خالی میکنم، یک قلم یک نفر. کسا خوب برد التیام دردهای مردم افغانستان نرفت. مشکل هم اینجاست که اشغال تو چیزها رو با خود آورده. امی 17 سال تاریکترین دوری افغانستان از لحاظ اخلاقیات، از لحاظ خود کلچر و کلتور سرشار و غنی افغانستان
خود حس مناعت و شرافت و عزت یکی به زمین خورده، دیگه افغان عزت نداره، حرمت نداره، اما انگیزه های دفاع از حق او به کلی مرده، از بین رفته. یک کتله دوزدوزی و چور و چپاول و وطن فروشی و ناموس فروشی و طفل فروشی و خمار و قمار و اینا گردیده است. افغانستان مزرعه مواد مخدر به سودی از اینا. من نمیفهم. یعنی هزار جهت شما خودتان تحلیل کنید. اگر سیگار میگن خود سیگار، خود دروغ نباید بگوید. خب اما منبع یعنی بازخواست و تفتیش بادار شما ایالات متحده امریکا است. یکی من طالب ابزار است، خو است، مگر امی حکومت ابزار نیست. ما تعجب ما به این تحلیل و به این مغز و به این فراست می که اما جانبه شما تحلیل کنید، بکوبین طالبارم، بکوبین طالبتان است، حکومتتانم بکوبین، حکومتتان است، ملا و مولویتانم بکوبین اونا است. مگر تو عقلانه و آفاقی و وسیع تحلیل کنید که آدم بفهم. اما چراغ پرتین یک طرف سب روشن می سازه، طرف های دیگر کلش تاریک. ما تعجب ما بیمه، مگر تعجب هم نیست برسی که افغانستان امروز و کسایی که سودی از اونا سیا فرزن حزب از اونا سر اقتدار است، اونا همی حالت دوست داره که ملت تباه میشه، میگه بلد پس شد. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر خطاب. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. برادر خطاب تشکر از زحمتایی که میکشین و همچنان سلام خدا خدمت تمام بیننده های تلویزیون پیام افغان جهانی سلام خدا میرسانم. و بله میرم. همچنان نگفته نماند که امروز اگر می واقعیت ها را شما میگین و یه که ما صدای خود میکشیم، اگر می صدای خود که ما در کابل و یا در کدام جایی که نمی چاقو بازا و موتشویا و مروبزا باش همین گپا را که ما بزنیم، شاید چند چاقو بخوریم و چی رقم خواهد شده. اما آمدیم سرزی که امروز ما واقعیت را از زبان شما و بعض بیننده های خوب میشنویم، آمدیم سرزی که باشم یک کمک طبیعت تام خوب بسازم. نگم مشکتی بقا اندیوالی را شروع کرد، خلاصه چند وقت اندیوالی و بعد از چند وقت گفتن بیا که خیلی اگه اطلاف کنید، خلاصه یا اطلاف کردن، گفتن چطور ای بقا، گفت همیشه من سرگردان میشم، دو ماه بعد سه ماه بعد من نمیتونم که تو را ببینم، گفت چطور کنیم موش برش، گفت که ایتر کو که یک تار پیدا میکنیم، تو در دم به خود بسته که ما در پای خود بسته میکنم بقرا. خلاصه این همه تو که کارشان میشد و تاره دکه میدادن یکی با دیگه میرسیدن. همی یک روز میگه باشه خدا پیکر کد، آمد پایین شد، همی موش گرفت بلند شد بالا رفت، دیگه بالا برد 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 برد، یک وقت پایین سیل میکنه که بقام آویزان است. بقره میگه که تو چی میکنی او بقره؟ گفته ما در تار خام بسته شدیم. حال اگه ای دکتر عبدالله میره در راست بگویه که همون رازقه همی بمبای شو که میشه مندازن و همی رازقه که کشت ناتو، اگه او بگویه که ایره ناتو کشته، از همون بالای لایش میده که در زمین بیفته لیش میشه. و دیگه یا ایست که در زیر بعد چوکیش کدام بم چسبکی را ناتو میمانه، ریموتش را پچق میکنه که می پرخچایش را نبیه پی بدون از کدام توتی نکتاییش را که بازورم در کو کدام جای را به نامش خواد کرد. تشکر از لطف. تشکر تشکر آقای خطاب که برای تنم صحبت شدید. همچنان ما رو وقت دادین. خدا حافظ. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. خطاب صاحب خیر؟ خیر ورور جوړ په خیر خیر خیر. الحمدلله ژوند دې دی. خطاب صاحب ما نظر ده نه مختل میشه یو ودای کی وخت دیونه سم. خدا شرایط کې افغانستان اوس وخت کې اشغال شوی ده، او زما غوښتنه یا مثلا خواهش مې له دغه افغانانو نه ده چې کله نه د ازادۍ په نوم یا د حریت په نوم دوی تر اوسه پورې هېڅ شی نه پېژني. په داسې راز کې چې اکثره د افغانانو په اروپایي ملکونو کې اوسېږي او دلته دا خلک چې دي پوهېږي چې دلته ازادي څه ته وایي، لیکن دوی له دې نه سترګې پټوي چې اوولس کاله زموږ ملک تر اشغال لاندې ده، زموږ په ملک کې عالمان محفوظ نه دي، زمونږ ایمون کاراتوریالی تر زنان محفوظ نه دي،
زمون کورونا زمون ودونه محفوظ نه دي نو د دې ټول مسایل نه دوی سترګې پټوي او دوی په دې باندې سوچ او فکر مټوي چې دا مخبل وطن ده. او دوی مسله دا ده چې زما دغه اوس وخت کې چې کومه غوترانو د کوم بمبرونه شروع کړي دي او کوم ظلمونه شروع کړي دي نو اول خو دا غندم د دوی دغه عملونه او انشاءالله دا به د دوی اخري لحظې وي او د دوی د مرګ او د دوی د وتو اخري لحظې به وي انشاءالله. او ټولو هغه افغانانو ته چې هغوی په دغو جنګونو کې په دغو بمبرۍ کې ورته صدمه رسېدلې ده شهیدان شوي دي هغوی ته د الله تعالی جنت الفردوس ورکړي. او ټول هغه فیضمند کې که په زرمات کې دي. او بله مسله دا ده چې اوس غلګران اخته دي زمونږ ټول هغه بنسټونه یا زمونږ ټول هغه اتلان چې په ولایتونو کې پراته دي هغوی دوی هدف ګرځولی دي. خو په دې کار سره به دوی هېڅکله دغه ارمان چې ده دوی به ځان سره دوی به پوره نه کړي او دا به پورته ځان سره یوسي. که یو نفر په شهادت سره یو نفر افغان یا د یو اتل په منځ وړلو سره دوی دا کوشش کوي چې موږ دا جنګ مهار کړو خو دا جنګ مهار کولی نه شي. لکه چې اوس مسله دې یوازې د طالب نه ده، دا مسله د ټولو افغانانو ته ده، دا مسله د اشغال مسله ده، دا په هر افغان پورې تړلې ده. بغیر له هغو افغانانو نه چې هغوی خرڅ شوي دي، د هغوی ذهن خرڅ شوی ده، د هغوی فکر خرڅ شوی ده، او یا دا چې دوی ډېر بې ایمانه شوي دي، دوی بېخي دغه اسلام او دغه ایمان چې ده دای د لاسه ور کړي دي او خپل کورنۍ ژوندونه د لاسه ور کړي دي. نو په دې خاطر نه دوی نه شي کولای چې اوس د یو اسلامي حکومت پر سوري لاندې ژوند وکړي. نو د دې په خاطر نه دغه شاید دوی دپاره مشکل ده. نو په دې خاطر دوی هر څه قبلوي لیکن د اسلام تر بیرغ لاندې ژوند دوی نه خوښوي. نو زما بیا هم غوښتنه دغه ده تاسو نه مو چې الله تعالی دې تاسو ته اجر درکړي دا چې په داسې شرایطو کې تاسو خپل غږ اوچته وئ او د خپل ملت تر څنګ ولاړی وئ. زیاته مننه درنه کوو او الله تعالی دې دغه مصیبت څپل وته د زړه تسلیت ورکړي او الله تعالی دې نور دغه اشغال ډېره مننه اوروره و دا دواګانی دی او دا څه نیک خوښات دي موږ تاسو چې خدای کوي هغه کوي هغه په تقدیر د افغانستان کې چې لیکل شوي دي هغه کوي. وراغلو دې ته چې په عالم د اسباب کې په دغه څه کې چې موږ توان لرو هغه کې موږ امتحاني وو، په هغه څه کې چې توان نه لرو، په هغه څه کې چې نه پوهېږو چې انسان ډېر ناپوه هم ده، ډېر ضعیف هم خلق شوی. خپله قرآن وایي چې انسانه انسان ما ضعیف پیدا کړی ده او ډېر هر شی په عجله م غواړي. دا آیتونه دي د قرآن عظیم الشان واضح ویلي دي. زه په دې په فکر کې یم وروره چې دا اسلامي حکومت هم که نه غواړي نه دي غواړي، یو غیر اسلامي حکومت خو دې آزاد وغواړي. اوله خو دې آزادي خپله واخلي، بیا هره بلا څه کې کوي دا وطن خو دې وژغوري. دغه مصاحب چې اوس فعلا اوس راخته دي، یوه طبقه چرچی کوي، پیسې پیدا کړې، غلای وکړه، شوکونه وکړه او په میلیون هاو ډالره داسې کمې پیسې هم نه دي. دوی موږ ورور دا مخکې وویلې وایي فرصت باز پس نمیای و راست هم میگه برای معرف. اگه پول به دست یک حکومت بازخواستگر درست یعنی با پنجه های قانون استوار به دست از اونا میفرامد، یعنی افغانستان در هر محل یک پانتون مکتب دیگه دیگه بیلیون ها دلار آمده خیالی گم شده دزدی گردیده. خب به وزارت دفاع اگر ندزدن خب بازی کارتو زیاد میشه، جنگ زیاد میشه. میگرم بخش معرفه کسایی که میگه یا فرحت اجتماعی را یا تقسیم عوایدی که از بیرون میه برای عام مردم افغانستان یک فرحت خوب باید به وجود میامد. صحتشان در خطر، تعلیمشان در خطر، حیاتشان، موجودیتشان در خطر. از لحاظ فکری یک اجتماع با مواد مخدر معتاد شب و روز یک مردم در هراس در جنگ یکی داستان میکنه بیشتر جالب است. میگه دیروز از افغانستان آمده بود، میگه در یک محل تقریبا یک دب حال یا سالون یا روسی بسیار مجلل میگه آباد گردیده. همونجا که شب برین فکر میکنین که شما در لاس ویگاس امریکا قرار دارین، یک تیکه چراغان است و روز دو عروسی یا سه عروسی در هر کدام از اونها پولدارا خرپولای
افغانستان شادنامه میتوسه بالای هر یکی از او به هزارها دلار مصرف میشه و قیمت یک چی میگم پلیت نان $10 $12 تو را $15 او را به حساب افغانی اگه حساب کنین تقریبا 1000 افغانی یک نفر نان میخوره در میار روسیا، در حالی که او طرف مردم از فقر و گرسنگی میمیره، از خنک ککرک میشه. اینجا به خاطر از اینکه یک لولو عروسی کده پسر فرض کنیم یک پولدار است که پولای باد آورده و جبر و ستم و دوزی را در جیب خود زده، برای بچه خود شادامه گرفته 1000 نفر دعوت کرد. و در این حالای عروسی اگه حالی هست که برین فکر میکنین که در این مملکت نه جنگ است، نه ظلم است، نه تعدا است، نه اشغال است، هیچ چیز نیست، جشن است، صفا است. را و نرمند میخوانه و صاحب بورم یک 2000-3000 دلار داده و صاحب غذا و آشپز و طرف طرف به عین به رسم اروپایی شما عروسی ها را میگه میبین. او تعجب میکرد، میگه ما ولی دیدم تو ایران ماندم خون از چشم پایین آمد. بله سلام علیکم. وعلیکم سلام و رحمت الله، بفرمایید. آقای خطاب، به نظر ما چون آخر برنامه ماست، در برنامه یک تنوع دیگان بیاید که خالی از مفاد نخواهد باشه که شما صحبت کنید. این مورد یکی از معماهای سیاست افغانستان نیست که از این کشورهای کمک کننده که در اصلش ایالات متحده آمریکاست و تمام دنیا که پول از بخاطر گویا به نام آبادی افغانستان قدر میلیون دلار در معارف میلیارد دلار در معارف مصرف شده و در عرصه های دیگر قدر میلیون دلار مصرف شده، آلمین ها خودشان مستقلانه میتونن به خاطر که مبرا شون از سوال ملت های خودشان و ملت افغانستان که متوجه شان است که دنیا در افغانستان بدنام شده، این کشور رو بدنام شده. حالا چرا خود اینا مستقلانه از اینمی کسایی را که گمارستان به دولت افغانستان اینمی ها میتونن مستقلانه اینا رو زیر فشار بگیرن که شما این پولا رو به کجا مصرف کنین؟ میتونن که اینا رو زیر فشار بگیرن نه؟ ولی اینا این کار رو نمیکنن. این برای من این نکته جالب است که همه چیز رو واگذار ساختن به خود امیرا پس جادی را به خود اینا واگذار ساختن، جزی را به خود اینا واگذار ساختن و اینا بنا اینا صحیبین هستن و از بدنامی خودم نمیترسن، چی در کشورهای خودشان زیر سوال قرار بگیرن، چی در تاریخ، چی در بین ملت افغانستان، هیچ پروای هیچ چی در ندارن. این همین نکته را خواستم عرض کنم برای شما. بله متراس، یکان بارم بدن به حد میگه مریض و علیل میشه، از یک مریضی را وقت تشخیص میکنن میبینه یک مریض یک تکلیف یا بیماری دیگه هم داری بدن است، بازور تشخیص میکنه یک بیماری دیگه هم موجود است. هر کدام یزی بالا یک دیگه خود تاثیر منفی داره. مثلا اگر برای کلیه بگویم یک گرده یک نفر یک ادویه فرض کنیم مفید است و باز برای مریضی دیگه نقص میکنه، اثرات جانبی داره. افغانستان هم همونطور شده، کدام از زود فشار بتن می پالیسی خامی ایالات متحده و دوامی از زود در افغانستان و همی خلیزاده که اگران بار ما جدی میگیریم به خاطر افغانستان است. یک چیز ما بر افغانه خود بگویم که خدا شاید است، من هیچ انگیزه های نه شخصی دارم نه ازبی با کس دارم، نه مخالفین دولت دلخواه ما هستن، ما برای از اونا کدام تبلیغ دارم خدای ما شاید ماست و نه برای حکومت فاسد کدام سمپتی دارم و ترحم دارم که باید اینا باشه. اما ملت بیچاره بدبخت افغانستان که طفل خودم میفروشه روز به روز به حالت بسیار نهنجار گرفتار است، برای امو معذول ذات میبرم که اگر کتله بی دفاع اگر بتانم دفاع کنم صدای خود بلند کنم. باز میبینم امونا هم مردم هایی نیستن که از اونا آدم دفاع کنن، همین کسای یلجری که در بیرون آمدن نه هم صدایتان میشه و اگر زدتان هم هستن یک به یک کتله با یک گروه اینا ارتباط داره که اونا دوزای افغانستان هست و دیگه هم تو نشستن که باش که مردم چی میکنه. یک ملتی که دست به علاشه نشسته باشه و نه دین خود بدانه، نه کلچر خود، نه مسئولیت خود بدانه، از باب شرط دشوار هم هست که شما دفاع میکنین. و یکان بار فکر میکنم که ما از کسی دفاع میکنم که او خودش نمیخواه که از او دفاع صورت بگیر. به خدا همی قضایه اخیر افغانستان وقتی ما دیدم ما تعجب کردم که والا عجیب یک مملکتی شده که
از یک قاتلشان اگر شما انتقاد میکنین کلیک در جان شما میچسبه که اون قاتل چرا شما دفاع یا یک وطن فروشه، یک بردی، یک ابر قدرته که جنرال گماشتن، اگر از او شما گفتین یکی در جان تن میچسبه که چرا از یک قاتل ما، از یک وطن فروش ما چرا دفاع میداری، انتقاد میداری. ما وقتی او تو دیدم که یعنی همه چیز یعنی عکس از سر چپه روان است تو یک مملکت. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم آقای خطاب. سلام علیکم. و علیکم سلام، خوب هستین؟ سلام به همه یامتهای عزیزم بچه هستم. بفرمایید. سلام برای تمام رفتگان راه آزادی و استقلال، شرف و ناموسی وطن و ای خاک که تا آخرین لحظه از خاک خود دفاع میکنه. دومی که مذاکره همراه ازی تروریست های وحشی نامرد، نامرد به ایمانا که طالب خامخه امقه مردی داره که تو شیر بچه و ریستاد میشه خودم میپرانه همون چهار طرف خودم. این پدر اینا رو من نمیفهم چی به کدام نام خطاب کنم. از هوا توسط اینا که از حقوق بشر گب میزنن، از مدنیت گب میزنن، از قرن 21 گب میزنن، امی طرح سردشین اصلا جواز حقوقی نداره در قانون بین المللی، اما میان من مندازن. خب به هر صورت وحشیستن، تروریست هستن. این یک چیز بر از اینا باید گفته شود که این بفایده است. این کارهای از اینا بالکل بفایده است، به خاطر از اینکه مرحله از جای رسیده که هیچ شای پای برای اشغالگر در افغانستان باقی نمانده. بالاخره الحمدلله. و دیگه اینکه طالب ابزار است یا نیست، این مطرح بحث نیست اصلا. مطرح آیا جنرال دوگل ابزار انگلیس بود؟ این خود احمقانه است. شما که از تاریخ جهانی گپ میزنین و انگلیسی آنتیپاتی و سمپاتی و اینا، این خب باید بفهمین این دو کلمه جاد. ما که الحمدلله مسلمان هستیم، در دین ما فرض است، خلاص، یک فرض کنده و مسئله تنها در اسلام نیست. اگه مرد هستی، اگه واقعا با ناموس هستی، تو رو وزا به هر کسی که باشی، که امریکایی باشی، یهودی باشی، نصارا باشی، هر کسی که باشی، همین کسی سر ناموس دست پرته شو بیا خانه تا تلافی کنه، اولاد تا چیز تو سنیستایی میکنی، چای میدی. والا عجیب مردم هستین شما. یه که گفتیم یک گپ دیگه است که الحمدلله که پشتونا را ما با یک چیز ارزان میگم، پشتون واقعی را میگم، این واقعیانوی که لگای شخ شخ بالا میکنن یا را نمیگم، پشتون واقعی سرخم است، متواضع، مخلص است. همی امریکا را مانده که همی کل جهان هم یک جای شبکتش که همی حال آمه است و همه گی از این را از روز گرفته تا پاکستان تا همه گی در کود امریکایی چسبیده است که کلش با خدا اگه بتانید. به خاطر چی؟ به خاطر از یک قوم پشتون قوم نیست، یک مدنیت است، یک مدنیت است. خنده نکن آقا جان، مدنیت است. تو خوب بخوان چیز پشتونه، تو میفهمی که مدنیت از این چرا احمد شاه میگه که مدنیت است. یک مدنیت است، این از بین برده شما نمیتانید و میفهمین که به خیر از این تا وقتی که این موره اساسی ستون فقرات آسیا شکستانده نشده، آسیا رو شما گرفته نمیتونین و این یک باقیت است. تشکر آقای خدا. تشکر از شما. اینجا پشتونم میسوز و تاجیکم، منطقه پشتون ها زیادتر خسرمند شدن و دیگه زیر دامن از اینا بیشتر داخل شدن. یک سره چیره که میبینیم تلویزیون اخبار تعقیب می‌داریم، خسارات مناطق بیشتر به اونا رسیده. به هر حال ما نمی‌خوایم که دفاع از یک قوم خاص یا جناح خاص صورت بگیره و لازم هم نیست. افغانستان یک کشور آبایی هم میتونه باشه و در اونجا آرامی افغانستان معنی از این که همه در این محوطه جغرافیایی آرام باشه. اگر یک حکومت سراسری و همگانی روی کار بیاید، همه حق دارن زیر سایه آسایش یک حکومت دوست داشتنی قرار بگیرن و هر حکومتی باشه. مگر آمدیم بالای وجایب ما مردم. امروز ما وجایب ما فراوان هست و در یک حالت افغانستان قرار داره که یک آدم دست به علاشه گناهکار، من فکر میکنم که گناهکار خواهد. ایره خوب بانین که مبارزه میکنین یا نمیکنین، یا مبارزه استین نیستین، برای رهایی افغانستان میکوشین نمیکوشین،
کشور فوق العاده یعنی بد شده. بعضی مو تیوری های سایکولوژی را یا روانشناسی را مطالعه کرده بودم، یکی از فصول بحث های روانشناسی یه است که به نام کندیشنینگ، کندیشنینگ عادت گرفتن است، عادت گرفتن رو کندیشنینگ. و در اونجا مثال یک فیل میده، میگه وقتی یک فیل تولد میشه و خرد میباشه و کوچک، او را با یک زنجیری بسیار محکم و قوی میگه او را بسته میکنه و که فرار نکنه. بازی فیل میگه اما زنجیر هر بار میسکلانه میشکنانه و سب، چون اما خدر قوی و توانمند است با او که چوچه است و طفل است او را میشکنانه. آیستا آیستا باز یک زنجیر دیگر در گردنش میندازه، دیگر 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 آیستا 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 آیستا. این فیل با چی میرسه؟ با کندیشنینگ میشه، یک کندیشند میشه با حالتی بسیار بد. تلفونا را بردارا، با او حالت گرفتار میشه که چی میشه؟ یعنی عادت میکنه به زنجیر، به زولانه عادت میکنه. باز میگه وقتی که فیل باز امو فیل بزرگ میشه، یک خروار یا دو خروار فیل هم تو گندی فربی از او درست میشه، بازور میگه با یک ریسمان بسیار عادی میگه میبنده و پشت یک کراچی یک بایسکل بسته میکنه میره و همراهش را میره. او کنده مغزی از او کندیشند میشه، بدنی از او بسیار قویست مگر مغزی از او برده میشه. افغانستان هم با می ترتیب ولی آیستا آیستا کندیشند میشه با میالاتی که ما میبینم. مردم اگر میگه امریکا نبود باز ما کار ندارم، کار نداشتم، میمیرم از گرسنگی. امینا حامی ماست، بیادر طالب مرا چی میته، یا فرزن یک ملا مرا چی میته، یا امی رؤسای احزاب که کابل ویران کرد، خانه مرا ویران کرد، مرا بدبخت ساخت. حتی بسیاری ها نفرت دارن از این ملاها و تبلیغ مبلغین دین اسلام، میگه جز بالای ما هم اینا به نام اسلام بدبختی را نیاورد. به هر دری سر زد افغان بلگت زده شده، بدبخت شده. از امو آوان گروه خلق و پرچم تا این دم هم مسلمان هم چپ و راست در حقیقت امتحان شده، از همیشون نفرت دارن. مگر کندیشن شدن میگه این حالت خوب است برای ما، حداقل یک لب نان میرسه چی است. مگر در کل وقتی ببینیم که ثانیه و عمق فاجعه تا کدام حد رسیده در افغانستان، میرم دوستان عزیز تبلیغ خودم هم میکنم، حرفای خودم میزنم، اگر کس شنید شنید، نشنید ما خودم فرحت و لذت میبرم که ما تبلیغ نیک برای افغان ها از تریبین پیام افغان با شما داشتیم. آزادانم قضاوت میکنم، نه بیادر تبلیغ کدام حزب دارم، نه گرور دارم، نه کدام پیروی کسی هستم. ما یک شخص مستقل و آزاد بودیم، هیچ کس پیدا نخواد کرد که حتی ما با یک حزب سیاسی اسم و عنوان خود ثبت کرده باشم. از آوان جهاد تا این دم با هیچ کسی نبود. در مؤسسات خیریه ریاست مسجد هم دارم، مؤسسه خیریه کلینیکایی که برای خانمای حامله بیمار میشه او رو دارم، رئیس تلویزیون هم هستم، علمی مؤسسات عامل منفی که برای مردم خیرشان میرسد در اون هستم. مگر تو یک حزب سیاسی و صاحب که باز در اونجا رهبر داشته باشه، باز او رو قهرمان بگویم و او رو دوست بدارم، گوشت و پوست خود اتراب هیچ مزنوع نفرت دارم. مگر آزادانه، ما یک شخص آزاد هستم، برای آزادی افغانستان میخوایم صحبت کنم، ای وطنم میخوایم از شر مصائب اگر شوه با تبلیغ ما گفتار ما مردم روشن شوه، دمو حد ما خرسند میشه. فراتر از او چیزی که تواناییش من ندارم، او را ما ادعای از او را ندارم و کردیت هم نمیگیرم و نارام هم نمیشم. خود پیغمبر اسلام هم گفتن خداوند که دل عزیز تا نارام نسازد، یا پیغمبر تبلیغی تا کو بازم، یا حضرت ابراهیم علیه السلام سر کعبه شریفه استاد شد بعد از ایمار، خداوند برش میگه که صدا کو برای مردم که بیان برای حج. باز ابراهیم علیه السلام میگه خوی خوی یک دشت لاماز روز یک دوتا کوس هیچ آدم نیست برای کی بگویم؟ گفت خودت بگو، رساندن شما میکنیم. شما از این تریبیون حدی اقل به او حد خوبا نمیرسیم، مگر به حالت توانایی و
شرایط خود ما شما مسئول هستیم، صدایتان رو بکشین، صدای خیرتان. یک آقا میگه تعجب کردم، عبدالله وردک خودم میگه، میگه 10,000 آدم امریکا ببره و سب یه جهادی شکی کشیده بانک اما میاره کل گیره بکشه. او نظر هم هست، یعنی امو اکستریم، امو نهایت هم شما دارین و کسای دیگر هم دارین که از هر طریق میخواه که خدمت برای مردم افغانستان بداره. حالت بیشتر عاجل است افغانستان. وقتی یک نفر 180 خانواده طفلای خودم میفروشه، استا استا تعداد زیاد میشه، بازار خرید اطفال زیاد میشه. بله بله. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. محترم خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ خیر خیر. سلام بر شما و بر بینندگان کامل برنامه‌تون تماشا دارن. میخواستم یک دو نکته را بگویم به عزیزان. اشتر برادر ما همی زنگ زده بود از خاطر گفت که ما خوب میکنیم و بعضی گپار افتخاری گفت. ما در افغانستان هیچ وقت گروهی باید پشتیبان جنگ نباشه. جنگ همه ما را بدبخت ساخت، همه ما میل بدبخت هستیم. اگر پشتون است قسمی که شما فرمودین، اگر تاجک است، اگر ازبک است، اگر همه ما، وقتی که انتحار میشه هر چی که میشه خود ما بدبخت میشیم. و فعلا امریکا که از ای به فایده افغانستان است و به نفع همه ما شماست، بخاطر از اینکه ما ملک خود باید از پولیس یا جور کنیم. اما بدبختی رسای که پاکستان است که تمام کنترل گرفته، 4 تا مولا افغانستان کنترل داره. علی یکی مکالمه خودم مانایش نمیفهمین صاحب، میبینی که ما وطن چه جور کنیم به نام جهاد. ببین تمامش اینمیز که مردم تعصب چشمشان کار کرده و رهبرایی که میل در رستشان هست دوزا سمهشان و در اونجا خب خود کدام مسلمان در رست کار نیست. اشرف غنی هیچ با هیچ عقیده نداره، عبدالله نداره و همین کسایی که در رست کار افغانستان هستن یک حکومت مولایی نیست. حال فعلا این یک حکومت سکولار است در افغانستان و این بدبختی هایی که آیدیال همین فیلم همین اطفال که نشانتان دادم، شما چی فکر میکنید؟ ایره پاکستان گفته شما برین نواسایتان، بچایتان، اولادتان، دخترکایتان بفروشین. همین پاکستان آمده میگفته 6 میلیون تان در مواد مخدر برین چرس بزنین. امیر پاکستان گفته یا فرزند امریکا یا کسی دیگه گفته مثال میتونم که شما برین رشوت بخورین. امیر گفته که یادم دمیالی که در چرای یعقوب بند انداخته 1 بیلیون دلار داره به نام تمیم وردک. ایره کسی دیگه گفته سب. ایره شما کما که صحبت که میکنین از اوضاع افغانستان نمیفهم آگاه هستین یا نیستین شما سب. درست فرمیدیم محترم، عرفای شما تمامشان بجاز. مشکلی است که ما این نسلی که داریم، کسایی که از 30 سال به این سو است، کسایی که فکر کنیم از 40 به پایین است، مثلا کسایی که از دوران شما است، اونا اشخاص هستند که وطن می فهمند، وطن دوستی را می فهمند، قدر وطندار را می فهمند، قدر همسایه را می فهمند. اما این نسل دیگه که در جنگ کلان شدند، اینا نه وطن را می فهمند، نه وطن دوستی را می فهمند، نه شهرنشینی را می فهمند و نمیفهمند که اگر ما پلیس هستم وظیفه پلیس چیست. و نمیفهمند که اگر ما اردو هستم همه یونیفرمی که در تنم هست این یونیفرم ما چرا پوشیدیم. اینمی درک اونو ندارن. درکشون این است که ما 13,000 باید ماش بگیرم، 50 پازو کراچیوان بگیرم، 50 پازو کراچیوان بگیرم، 50 پازو بگیرم، اوگر لب کنم، اون موتر 6 دستات کنم، 500 بگیرم اون موتر. اما این است که وظیفه ما است که تلاشی کو، وظیفه ما است که انسانای مشکوک در صحه پیدا کو، وظیفه ما است که با مردم خدمت کو، وظیفه ما نیست که ما چرس بزنم سلام اگرسته برم قرار خو شو. در افغانستان، در کابل، بل خصوص در کابل بیشتر از 40 کمربند است. اما خودت برو لوگر، از لوگر بیا تا قصر، یک تلاشی استادت نمیکنه. من میگم هر رقم چیزی که در موتورت پر میکنی پر کو، یک تلاشی استادت نمیکنه. اگر استادم کس ولی امیر میگم امی کار رو چرا نمیکنه؟ امی حکومت موجوده که شما میگین خوب است، این چرا این کار رو نمیکنه؟ حکومت موجوده مثلا امی مردمای کس این حکومت موجوده خوب نیست. چرا که این حکومت است که حال خو نه، وقتی که حکومت شروع شد 80% حکومت در دست مجاهدین بود. 90% از مارشال شروع. اینا کسایی را در راست شوندن سر تمام اینا دوز هستن، تمامشان اینا بیسواد هستن. امورا میگم من نمیفهم مشکل شما چی میخواستین که بگوین سر؟ من ایره میخواستم پیشتر برادر ما گفت که برادر
برادر چی گفت؟ بر شما که می گفت که کسی افغانستان را گرفته نمیتونه، افغانستان با کمک ضرورت داره، افغانستان با جنگ نیاز نداره. نه نه جنگ خو اعتراض کلمه علی جنگ هیچ کس فرض کنین امی حکومت هم جنگ نکد و طالب هم جنگ نکد، امی حکومت هست امی صبح میره یک نفر در موتر سوار میشه در اداره خود میره، علی امی دوزادوزی یک جنگ نیست با حق مردم افغانستان، امی چیزایی که شما تشریح کردین جوانایی که 10000 ماش میگیره و میدوزده، این کسایی که از اینجا رفته از امریکا، کانادا، اروپا، استرالیا با افغانستان رفتن برای چورو چپاول و پولای سرشار میدوزده، آیا یک جنگ نیست؟ جنگ خود تنها تفنگ نیست که فایر شد، جنگ خود صاحب همی است که حق مردم خورده شد، یک جنگ کردین، شما مال مردم رو بگیرین جنگ کردین، در عدالت فرض کنین به عدالتی شده، یک جنگ است. یعنی کل از یار ما شما تو یک جنگ، جنگ انواع متعدد داره، تنها جنگ تفنگ نیست. ولی ما چی کنیم؟ ما باید بریم جنگ با بیعدالتی کنیم، جنگ با وام، جنگ زبانی دارین، قلمی دارین، جنگ تفنگ هم باز دارین، ولی ما در جنگ زبانی قرار داریم. ولی شما بین چی جنگ کده میتونید؟ جنگ شما همی ورد زبان شما یا پاکستان است یا طالب است یا فرض کنید کسی دیگه است، و جانبداری هم از طالب مالب من هم میکنم، از پاکستان هم بعد می سگ وارم پاکستانیا شیطانی روی زمین است. مگر این مسئولیت ما مردم چی است؟ ما مشکل ما است که اما گندگی خود بالای کسی دیگه میخوایم پاک کنیم، خود صاف بکشیم. این دیگه عادتی همین شورای نظار، همین نفرهای مسجد و جمعیت و همی است که برای ناکامی خود پاکستان متهم سازن، برای ناکامی خود پنجابی بگوین. پنجابی هم بعضی ها گفتن نمیتونستن، این قنداری را که کشتن پنجابی میگفت بودم، از بسی بی سواد بود. یا بعضی بی سواد های از یا برای من بعضی نوشته رو میکنن، حی و حین و عین و اینا رو هیچ نمیدانن که چطور بنویسن، مگر برای زشت زبانی و لوچکی و پستی دیگه درجه اول. و این میشه ما برای ازی خوب یک نکته پایان باید شما داشته باشین، آنچه که کنترل دارین او رو بکنین، آنچه که ندارین او رو شما کس گلم نمیکن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. خطاب شد سلام علیکم. و علیکم سلام، بفرمایید. حال پاکستان یک سر چند میلیون نفوذ داره، من تا حال من نشنیده بودم چه خبر در بوجه من زندگی کرده بودم که کسی رو برای طفل خدا بفروشه. مور اشغال در اینمی حالت رسانده، این برادر ما میال کامد میره، برادرم نمیگم این تو فکر میگنه میگم دروازه رو واز بون، هر کس در آمد خیر ما را نان بده، این خود گپش اینمیست خیر که امریکایی آمده فایده ما چی فایده ما سو برادر؟ او دیوانه است که با فایده ما آمده به نقص خود ما را تبا تبا اینم اشغال کده. شما چرا خبه بیعقل هستین؟ و معلوم هم میشه که خودت کدام چپیسی چی هستی تو که خودت نه خیر نه او را او خواه بعد حق شرعی از وام است از وام. بله سلام علیکم. بله علیکم السلام، خطاب مستر. و علیکم سلام، بفرمایید. نمیتون مختصر در آخر پروگرام هستیم یک دقیقه سب یک دقیقه خطاب مسترم. این مردم سبحان الله ای افغان ها با چی حالت رسیدن، خدا مسلمان میگن اصلا هیچ از احکامات خداوند خبر ندارن، ایماندار میگن از ایمان خبر ندارن. خداوند جل جلاله رب ما، خالق ما، رازق ما، الله اکبر شعار ما، لا اله الا الله، محمد رسول الله، قرآن کتاب کانستیتوشن ما، کانادی ما در قرآن است، رهبر ما کریم صلی الله علیه و سلم است. بله بله. این مردم به کلک کلپوچ ما باید یار ایچ اجازه ندیم خطاب محترم که یا بیاین آزاد با ضد قرآن، با ضد جهاد، با ضد علمای ما صحبت کنن، یا را باید با دندانایشان را پش کننیم توسط دارید الفاظ خود ما در جهاد فعلا نیستیم، یا را اجازه نده یا بلن. خطاب محترم این نورانیت چینه را خراب میکننیم. نه نه خوبا مختارو شما. بله سلام علیکم. بله خطاب سلام. و علیکم سلام، بفرمایید. سلام احترامات خدمت شما و تمام بیننده. خطاب صاحب، مردم ما بسیار خوشباور مردم هستن، فکر میکنن که خلیلزاد واقعا برای ما بسیار هره میاره. خلیلزاد یک نماینده وزارت خارجه امریکاست، اون برای ملام امریکا را برآورده میکنه و شاید و اگر امریکا صلح هم بخواه، این صلح سرتاسری نیست، عرض کنم خدمت شما.
این صلح صلح سرتاسری نیست. اولی که طالبا گروپ گروپ هستن و ای که امریکا شاید طالب بیاره به خاطر که اقتصادش ضربه دیده طالب بیاره، اما طالب به خاطر ای که مرامش بالای طالب خوبتر برآورده میشه و طالب هم میتونه که از طالب یک ابزار خوبتر استفاده کنه برای آسیای میانه، اما صلح سرتاسری نیست. میخواد که در این پلان امریکا ما میفهمیم که پاکستان و امریکا همیشه هم دست بوده و ای حالی هم طالب مسئله طالب در پاکستان بسیار کونه شده و پیش پای زده شده. پاکستان یک گروپ دیگه را به نام طالب میاره که طالب ها هم خود گروپ هستن، یک شد داعش جور میکنه که این صلح سرتاسری صورت نمیگیره و این جنگ دوام میکنه و طالب هم در دولت جاگزین میسازه و امریکا عاشق روی غنی یا مردم افغانستان یا عبدالله نیست و او منافع خود مد نظر میگیره. من فکر نکنم که خلیلزاد صلح را که برام میندازن یا صلح که صورت بگیره یک صلح سرتاسری باشه. طالب میارن صلح میکنن، اما طالب گروپ گروپ از صلح سرتاسری تکرار شد. تشکر دیگه. دوستان عزیز بسنده میشیم، برنامه جالب بود و شنیدیم از همه نظریات شما دوستا قابل احترام است، مهربانی کردین. انشاءالله فردا باز هم خدمت شما خواهیم بود. یکی در افغانستان صلح همین صلح بکنم، ما فکر میکنم صلح در وقت خوب یک صلح هست که کشورتان آزاد باشه و قدرتتان خودتان تعیین کنید. جهان پهناور نفهم 200 چند کشور از شما همیشه هم ردیف بگذارین مقایسه کنین، هر چیز با یک مقایسه میتان ارزیابی شوه، ما حق شما مقایسوی باید باشه. هیچ چیز خوب مطلق و بعد مطلق شما ندارید. اگر در جهان کنونی یک کشور چون افغانستان با همی موازات با همی حکومت داری که در فساد درجه اول است و آمار جهانی نشان میده، در قاچاق و کشت مواد مخدر درجه اول است، اگر یافتین باز مقایسه کنین ببینین که ما با کجا استادم، اما شرایط ما اطفال در کدام کشور به فروش میرسن، معتاد به مواد مخدر، امی هر کدام از زیر پهلو به پهلو کنار هم بگذارین مقایسه کنین. والاتر از او این ممالکی که امروز یا کشورهای جهان کنونی یعنی مطلق زیر یک سلطه چون افغانستان هیچ کشور دیگری نیست. و شما ببینین و کشورهای نوظهور آسیای میانه که کشورهایی است که تازه آزادی خود گرفتن، امی چند سال اخیری که افغانستان آزاد شد از چنگ ارتش سرخ و همزمان اونا هم به استقلال رسیدن. ایران است، بنگلادش است، پاکستان است، این ممالکی هم جوار مور شماست. برین سفر کنین به شرق میانه یا برین در نیم بدنه افریقا برین، هیچ کشوری رو شما به می حالت نمیبینین که 49 کشور لنگر انداخته و میخواه بکوبه و بدبخت ساخته بره. افغانستان یگانه کشوری است که مستقیم زیر یک سلطه بیگانگان قرار داره، علاوه از اینکه استقلال خود از دست داده، بسیار یک حکومت ناقص و غیر اسلامی را بالای از اونا حاکم هم ساخته که ملت روز به روز بدبخت شده میره، فاجعات بیشتر شده میره و این حالت بار آورده. یعنی دو دبل جپردی که میگیش همون رقم است که یعنی تو دو لغته افغانستان زده و روز به روز پایین رفته میره. ما یکان بار که افتخار میکردم که کشوری آزاده است، با کلچری بسیار غنی، میمان نواز استیم، مردم های بسیار خوب استیم، حق بکی دیگر دفاع میداریم. حتی در یک خیابانی در افغانستان در مو یک کوچه یک نفر بدماشی میکرد، مگر باز در کوچه خود که میامد باز بسیار احترام زن و مرد و دیگر دیگر داشت، حتی حمایگر و سکیورتی امنیت یک کوچه را و آدم چاقو کش به دوش میکشید، کس به ناموس کس چپ سیل نکنه. ما باید دارم یک نفر از لوگر ما بود، یک وقتی او توبه کشیده بود و باز حاجی شده بود و حج یک بار رفته بود و بسیار آدم متدین و دیندار بود، مگر در جوانی او دارمار و دزد بود. باز من یک روز بعدش پرسیدم، گفتم شما دزی خوب شار بد چیز است؟ مرا او گفت که والا ما در زندگی خود یه چاد ما نمیه که از امون قریه خود، از ولسوالی خود، حتی از ولایت خود ما دزی کرده باشم. گفتم چرا؟
میگه ما وقتی که در قریه خود فکر میکردم که فلانی آدم پولدار است، ما خجالت میکشیدم که ما اگر پیش روی از او استاد شم در خانیش برم و خانی از او را به دوزی مرا گیر کنن و طرف مسائل کنن که خود در خانی ما آمدی، ما خجالت خواد کشیدم و دارایی از او خانی از او را ما چطور بدستم. باز در ولسوالی میگه که ما میخواستم یک دوزی کنم، باز میفتم خواه همی هم منطقه خود ما زادگاه ما است. حتی ولایت که ما در او تولد شدیم و دور میگه میرفتم از یک جای داره خودم منداختیم، از یک جای دیگه، از یک محل دیگه میگه میدوزدیدیم و هیچ وقت میدوزی هم میگه من مناعت و شرافت هیچ از دست نداده بود. برای ما بسیار جالب بود که یک دوز در خانه کس میدره مگر با شرایط